شریف. بینندگان محترم، در عصری که ما قرار گرفته ایم، عجایب و غرایب که باید از قنات و از شبکه های کافر سلفی امثال شبکه صفا، شبکه مستقله، شبکه کلمه، شبکه شرک مولوی ملازاده بشنویم، این کلمات را از علمای شیعه و از متمرجعین شیعه، از کسانی که ادعای مرجعیت شیعه را دارند و ادعی از شیعیان ساده از اونها تقلید میکنند، از آنها میشنویم. کلماتی را که ما اگر از منحرفین غرب زده ها بشنویم خیلی باعث تأثیر ما میشود. کلمات کفرآمیز که گهگهی از امثال سروش به گوش ما میرسد، گرچه ما هیچ وقت توقعی نداریم که سروش یا امثال سروش از غرب زده ها و کفر زده ها اینها کلام حقی را اقرار بنمایند، اما باز هم باعث آزردگی و ملال خاطر اهل ایمان است. حالا چه برسد بینندگان محترم که همچین کلماتی را از علما، از معممین و از کسانی که ادعای مرجعیت دارد نه تنها بشنویم، در آثار و کتب آنها که به صورت جهانی پخش می شود این کلمات را درج باشد و این کلمات را ما بخوانیم. بینندگان محترم، این حدیث را ملاحظه بفرمایید و من این مطالب را بینندگان محترم اغراق نمی کنم، مبالغه نمی کنم. حالا من کلمات علما را برای شما نشان می دهم که اینها چطور منکر امامت ائمه اطهار علیهم السلام شدند. رجل مرجع شیعی و رئیس علماء شورای علمای افغانستان و در عین حال میآید و بدترین کفریات را نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام اظهار می‌دارد و او هیچ یکی از مراجع بر علیه او کلامی اظهار نمی دارند، بلکه کتاب او کتاب سال انتخاب می شود و یک مردی پیدا نمی شود که بگوید این ظلم هست، این رجل منحرف است، این رجل کافر است. بینندگان محترم، ببینید این کتاب شریف و مقدس روزه کافی، خداوند متعال رحمت کند علمای سلف را که دست زدن به دامن اهل بیت اطهار علیهم السلام، متوسل شدن و متمسک شدن به دامن پاک 14 معصومین علیهم السلام و کتابهای اینها اینچنین سراسر نور، کتابهای اینها اینچنین سراسر هدایت، کتابهای اینها اینچنین سراسر سرمایه رشاد و سرمایه هدایت و سرمایه محبین اهل بیت علیهم السلام است. و امروز هم هر عالم و روحانی و هر عامیه که دستش را به دامن 14 نور مقدس علیهم السلام بزند و خودش را غلام و برده آنها بداند و آنها را مالک خود و آنها را صاحب خود و آنها را مولای خود و آنها را از جانب خدا حجت خدا و امامان معصوم بداند، بینندگان محترم تمام امور زندگی او نورانی می شود. این کتاب شریف روزه کافی در اینجا بینندگان، مجلد 8 چاپ دارالکتب اسلامیه، در اینجا بینندگان محترم در صفحه 307 حدیث الفقهاء والعلماء در حدیث 479 علی ابن ابراهیم از پدرش، از نوفلی، از سکونی، از ابي عبد الله عليه السلام في حديث صحيح قال قال امير المؤمنين عليه السلام، هذا وجود مقدس ونازنين حضرته امام صادق امين سلام الله عليه فرمودن که شاه مردان، شاه زمین و آسمان، شیر یزدان، امير المؤمنين عليه السلام فرمودن که قال رسول الله صلى الله عليه واله، لسانه حق پروردگار عالم حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمه، یک زمانی بر مردم خواهد آمد، یک زمانی در آینده بر مردم خواهد آمد که از قرآن فقط رسم الخط آن میماند، از قرآن فقط یک تشریفات آن میمانند که بیایید قرآن را خوب حفظ بکنیم، بیایید قرآن را خوب تلاوت بکنیم، بیایید قرآن را با چاپ‌های خیلی جالب و زیبا چاپ بکنیم و قرآن کریم را
زینت مسجدها قرار بدهیم، قرآن کریم را، آیاتش را بنویسیم. همین فقط، فقط از قرآن کریم یک رسم او میماند، اما این که معانی قرآن کریم و اما این که قرآن کریم به چه چیزی دعوت کرده، صاحب قرآن کیست، مفسر قرآن کیست، بدون آنانی که قرآن کریم اصلا دلالت بر معنای خود ندارد، اونها همش متروک. و من الاسلام الا اسمه، و زمانی میرسد که از اسلام فقط اسم میماند، مردم عملا کافر، از کافر هم بدتر، و از اسلام فقط چی میماند؟ اسم اسلام میماند. یسمون به و هم ابعد الناس منه، مردم به اسم اسلام شناخته میشوند و مردم خودشان را مسلمان اسم گذاری میکنند، ولکن اونها بعیدترین و دورترین خلایق هستند از اسلام، فقط مسلمانی به اسم، مسلمانی به اسم. این چنین نیست بینندگان محترم؟ شما امروز بین مسلمان ها بروید، اونهایی که تمسکشان به دین بیشتر هست، اونها حیوانیتشان، درندگیشان، بیشرفیشان، ظلمشان، قساوت قلبشان، چه از جماعت عمریه، امثال طالبان، داعش، سپاه صحابه، و چه از جماعت بظاهر شیعه، دجالیه، امثال سپاه پاسداران و بسیجی ها. هر دو نمونه آن، اونهایی که بله شعارشان به اسلام بیشتر، به همون اندازه از اسلام دورتر. مساجدهم عامره و هی خراب من الهدى، مساجد اینها خیلی زیبا، مساجدشان خیلی بناهای قشنگ، مساجدشان همه کولر دارد، مساجدشان همه چراغان عجیب و غریب دارد، چلچراغهای بسیار گران قیمت را در مساجد خود نصب می کنند. اونجا مساجدشان خیلی رفت و آمد و جوش و خروش مردم در اونجا موجود هست، اما هدایت خبری نیست از هدایت، اما از مساجد هم عامره، مساجد اینها معمور آباد، اما از هدایت به کلی خراب. هدایت یک کلمه در مساجد اینها نمیابی. فقها و ذالک الزمانی شر فقهایی تحت ظل السما، علمای آن زمان، فقهای آن زمان، مجتهدین آن زمان، بدترین علما هستند زیر سایه آسمان. علمای آن زمان بدترین خلایق، بدترین مردم علمای آن زمان هستند زیر آسمان، از اونها شرورتر، از اونها بله مفسدتر، از اونها بله از خدا بیخبرتر از علما نمیابید. منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود، اینها مبدا فتنه هستند و بازگشت فتنه هم به اینها هست. اینها بازگشت مبدع فتنه هستند و فتنه به اینها باز میگردد، یعنی سر فتنه اینها، ته فتنه اینها. شما اگر ملاحظه بکنید بینندگان محترم، در این 40 سال گذشته این فتنه اسلام سیاسی که جهان اسلام را فرا گرفته، این اساسش علما بودند، علمای عمری، امثال حزب التحریر، حزب اخوان المسلمین، بعد همون حرفای اونها را نواب صفوی و آقای خمینی اینها یاد گرفتن، در بین مسلمین نشر دادن و در بین شیعیان نشر دادن، و این فتنه هایی که امروز میبینید آغاز شده، و این فتنه ها تا کی ادامه میکنه، پیدا میکنند الله اعلم. اما سر این فتنه، ته این فتنه همگیش کیه؟ علمای دینه. حالا منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود، از اینها فتنه آغاز شده و بازگشت فتنه به سوی اینهاست. فتنه از اینها آغاز شده، این کلام واضح معناش، فتنه الیهم تعود، بازگشت فتنه به سوی اینها هست. بله یک معنایش همینه که مد به ذهن میرسد که اینها سر و ته فتنه اینها هستن. معنای دیگر اینه بینندگان محترم که به ذهن من میرسد، اینه که بله پایان فتنه که با ظهور امام زمان علیه السلام واقع خواهد شد، جای شاید حالا به نحو احتمال میگوییم که معنا آن باشد، که قطعا پایان فتنه ها ظهور امام عصر علیه السلام. با زمان ظهور صاحب الزمان علیه السلام، بدترین دشمنان او همین علما خواهند بود، چه علمای شیعه
و چه علمای مخالفین. و شاهد این مطلب این بینندگان محترم کتاب بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمه الاطهار علیهم الصلاه والسلام، تألیف علامه بزرگوار افتخار مذهب محیی شریعت به توفیق مولای ما صاحب الزمان علیه الصلاه والسلام، بله علامه بزرگوار و بیمثل و بینظیر محمد باقر مجلسی قدس الله نفسه الزکیه، جزء ثانی و خمسون مجلد 52. در اینجا بینندگان محترم صفحه 338 حدیث 81 تاریخ امام 12 امام عصر علیه الصلاه والسلام، بله که وقتی که ایشان ظهور میکند در این باب ایشان آورده وقتی که ظهور میکنند ایشان چه اتفاقاتی میفته. از جمله اون اتفاقات این حدیث هست که از کتاب ارشاد شیخ مفید ایشان روایت میکند که در یک حدیث طویلی که ابو الجارود از امام باقر علوم النبیین روحی له الفدا نقل کرده این چنین است که امام علیه السلام فرمودند که وقتی که امام عصر امام صاحب الزمان علیه السلام فرزند امام عسکری علیه السلام روحی له الفدا ظهور میکنند به سوی کوفه حرکت میکنند، به سوی کوفه خروج میکنند. فیخرج منها 19,000 انفس یدعون البطریه، بله در وقتی که به اونجا میرسند حدود چند ده هزار نفر 19,000، بله مثلا از 10,000 بیشتر دیگر، حالا 15,000 20,000 17,000 اینقدر، چند ده هزار نفر، حالا بگید 17,000 18,000 19,000 15,000 اینجوری نفر اینها خروج میکنند که این طائفه را بطریه میگویند، بله علیهم السلاح مسلح بر علیه امام زمان علیه السلام اینها میآیند. و کوفه نجف اشرف، بینندگان محترم کوفه و نجف اشرف یکی اینا تقریبا، فاصلش 5-6 کیلومتر بیشتر نیست. فیقولون ارجع من حیث جئت تلنا فی بنی فاطمه سلام الله علیهم، میگویند به امام زمان علیه السلام از هر جایی که آمدید برگردید دیگه، شما در غیبت بودید اونجا غیبت برگردید، ما حاجتی به امامان معصوم نداریم، ما احتیاجی به امامان معصوم نداریم. فیضع فیهم السیف حتی یأتی علی آخرهم، بعد امام زمان علیه السلام اونها را همگیشان را از دم شمشیر میگذرانند و تا آخر اونها را قتل عام میفرمایند. ثم یدخل الکوفه، بعد وارد کوفه میشن. فیقتل بها کل منافق مرتاب، در کوفه هر منافق و هر صاحب شک را، انسانی که شک دارد در دین در امامت امام زمان علیه السلام، در حالی که در الان در عصری که ما قرار داریم در کوفه در نجف اشرف اونجا عمری نبود، عمری هیچ وقت نبود، در این اواخر یک عده را سیستانی آورده اونجا از این مهاجرین انبار و نمیدارم کجا کجا اونها را آورده در کربلا و نجف اونجا جا داده و خرج اونها را هم این دوست ظاهرن سیستانی هم پول زیاد به اونها میده، بله. اما مردم کوفه و نجف اشرف همگی شیعه هستند، خب حالا اینها مثلا این عمری ها در آینده عددشان زیاد میشه، اینایی که در این عصر آمدن، یا همین مردم کوفه و نجف اشرف، همین طلبه های نجف اشرف اینا مثلا، چون خیلی از اینا فاسد العقیده هستن، مانند دجالیه هستن و سابق مثلا کمی بهتر بود، در این اواخر بعد از اینکه صدام سقوط کرد در نجف اشرف خیلی از این طلبه های قم اونجا رفتن، طلبه هایی که قم درس خوانده بودن و اینا، میدانید طلبه هایی که قم درس میخوانن اغلب اینها فاسد العقیده هستن. و یهدم قصورها، و اونجا در کوفه و نجف اشرف ایشان قصرهای اون صاحبان شک را خراب میکنند. و یقتل مقاتلیها، و جنجویان اونها را به جهنم واصل می فرماید صاحب الزمان علیه السلام. حتی یرضى الله عز و جل، تا این که خداوند متعال قدر اینا را می کشد که خوش خدا میاد، که خداوند متعال میگه احسن دست درد نکنه که عجب اینا را شما به جهنم واصل فرمود. خب بینندگان محترم، حالا نجف اشرف کوفه این مرکز فقاهته، خب مطلبی که می خواهیم پیرامون آن صحبت بکنیم و در جلسات گذشته پیرامون
آن صحبت کردیم بینندگان محترم، شبهات مولوی آصف قندهاری هست، مولوی آصف محسنی قندهاری، که عده او را آیت الله العظما میگویند. و این شخصیت بسیار یک شخصیت مردود و یک شخصیت کافر و یک شخصیت بسیار منحرفه که لعنت خدا بر این نجسات، این چنین نجاست و این چنین کثافت و این چنین انحراف. اصلا اگر من در کلمات امثال سروش ببینم، بلی بعضی از مرتدین این غرب زده ها ببینم، مرا ناراحت میکنه. حالا یک چه کسی که 80 و چند ساله شده ادعای مرجعیت دارد، رئیس حوزه علمیه هست و ادعی از مردم از او تقلید میکنن. بینندگان محترم، کلمات او را در عصمت ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام قبلا برای شما نشان دادم، اما کفریات این مردک پایانی نداره بینندگان عزیز. حالا من کلمات دیگری از او نشان میدهم. عذر میخوام، این کامپیوتر ما یک کمی خراب شده بینندگان محترم، لذا یک کمی من وقتی میخوام خیلی از این کتاب ها را که من نشان میدم، اینا کامپیوتری میدانید که پی دی اف هست، ولذا وقتی این یک چند روز این تا اینو اصلاح بکنم کامپیوتر را، این با من عذر شما را میخوام، از شما عذر میخوام. بله، که اگر یک وقتی در اصلا من نمیخواستم که برنامه اجرا بکنم تا اینکه این کتابا اینا درست بشه، اما خب بینندگان محترم، کتاب مشرعة البحار آقای آصف محسنی، مشرعة البحار جزء اول، طبع مؤسسة العارف للمطبوعات، چاپ سال 1426. و ما به ایشان تهمت نمیبندیم و من احتیاجی ندارم به این مردک تهمت ببندم، به هیچ فایده ای ندارم که تهمت ببندم، فقط من کلماتی خودش را، نص کلماتش را نشان میدهم، چیزهایی که خودش نوشته و او را برای شما ترجمه میکنم. و اونم نه به خاطر اینکه منفعت مالی من در این قضیه دارم، بلکه منفعت مالی ندارم، چون شیعیان خیلی ساده هستند. ببینید بینندگان محترم، عده از شیعیان دلباخته خمینی هستند، مثلا عده از شیعیان دلباخته سیستانی هستند، عده شیعیان هم هوادار آصف محسنی هستند. خب اگر من مصلحت مالی مورد نظر من باشد، که من نباید بر علیه هیچ یک از اینا صحبت بکنم، مانند بقیه علما روحانیون که نه بر علیه خمینی صحبت میکنن، نه بر علیه سیستانی صحبت میکنن، نه بر علیه شیرازی صحبت میکنن، نه بر علیه آصف محسنی، مگر اون جاهایی که مثلا حتی خیلی از اونا بر علیه فضل الله هم صحبت نمیکنن، چون عده‌ای فضل الله هم طرفدار داره در بین عرب ها، مصلحت خودشان را میبینن، فقط مثلا یک مسائلی که هیچ گونه تنازعی در آن نباشد اونا را مطرح میکنن، منبرشان را میرن، پولشان را میگیرن. خب بینندگان محترم، این مسائلی که من مطرح میکنم، اینها از لحاظ مالی برای ما ضربه دارد، چون عده‌ای از مردم که طرفدار ما هستند، مثلا من فرض کنید من بر علیه خمینی صحبت میکنم، یا انقلاب صحبت میکنم، یا مثلا شخصیت زید را مطرح کردم اینجا، خب اینا همگی یک عده شیعیان ساده بیچاره ساده فکر، اینا فکر میکنن که مثلا خمینی مقدسه، خمینی امام 13مه، یا مثلا سیستانی امام 15مه. خب اینها اینا هر کسی اینطوری نیست که دلیل را بداند و بشناسد و از دلیل پیروی بکنه، لذا این مطالبی را که ما عرض میکنیم در اینها برای ما ضرر مالی هست، نه اینکه فایده از لحاظ مالی فایده داشته باشد. این مطالب را ما عرض میکنیم به خاطر اینکه شیعیان بیدار بشوند و این کفریات عجیب و غریب اینها بی جواب نماند. و اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه وان لم يفعل فعليه لعنه الله، در برابر بدعتها سکوت کردن، این خودش گناه کبیره هست، آدم مورد لعنت خدا واقع می شود. لذا به این خاطر که ما این مطالب را برای شما به عرض می رسانیم و خدمت شما تقدیم می داریم،
و الا بینندگان محترم سیره 99% علمای شیعه، خطبای شیعه و روحانیت شیعه در عصر حاضر اینه که در برابر بدعتهای علما و کفریات واضحه علما سکوت کامل بجا بیاورند، بلکه از اونها در منبرهای خود تعریف هم بکنند. خب حالا بینندگان محترم، این کتاب مشعت البحار ایشان، در این کتاب مشعت البحار سروران عزیز من، من صفحه 451 شب شما نشان بدهم، من خیلی عذر میخوام که این کتاب، بله این که صفحه 451 کامپیوتر ما خوب کار نمیده، این صفحه 451 عذر میخوایم بینندگان محترم، چی کار شد؟ من نباید برنامه میذاشتم. اینه بینندگان، صفحه 451 بعد صفحه 452 ایشان چی کار شد؟ لا اله الا الله، صفحه 452 لا اله الا الله، اینه بینندگان عزیز، ایشان درباره عصمت ائمه علیهم السلام صحبت میکنه. کلمات ایشان را ببینید، ایشان میگوید که روایاتی را که علامه مجلسی در این باب آورده و اما روایاتو بله الباب فهی ما بین ما لا يدل على العصمه و بین ما يدل عليها و كلها غیر معتبره سندان، هذا اولا. روایاتی را که علامه بزرگوار مجلسی آورده، از خب عصمت را با چند طریق ثابت میکنیم بینندگان؟ با دلیل عقلی، با قرآن کریم و با قرآن کریم و با روایات. خب آیات قرآن کریم را که ایشان میگوید عمده دو حدیث آیات دارن شیعیان، یکی آیه لا ینال احد الظالمین، یکی آیه تطهیر، که هیچ کدامش ایشان میگوید که دلالت بر عصمت ندارد، ادله عقلی را هم که قبول ندارد ایشان. احادیث که میرسد میگوید احادیثی که در این باب علامه مجلسی آورده بعضی از اینها اصلا دلالت بر عصمت ندارند و بعضیشان هم دلالت بر عصمت دارند، اما همه اینها غیر معتبر هست از لحاظ سندی، غیر معتبر هست از لحاظ سندی، لذا احادیث اصلا، احادیث این باب اصلا عصمت ائمه علیهم السلام را ثابت نمیسازد، این زعم ایشان. خب حالا این که ایشان میگوید که احادیث غیر معتبر هست، خب ما افتضاحات ایشان را برای شما نشان دادیم بینندگان محترم، که خودش در مقدمه کتاب میگوید که من احادیث را تحقیق نکردم و اصلا هیچ جایی در این کتاب، در کتاب مشعت البحار، آقای محسنی وقتی که بگوید احادیث غیر معتبره هیچ گونه اعتباری ندارد به وجوه متعدده. یک وجهش اینه که خودش در مقدمه کتاب میگوید که من احادیث را تحقیق نکردم و امکان دارد یک حدیث سند او صحیح باشد، در کتاب‌های دیگر من او را نرفتم که مراجعه بکنم و را تحقیق بکنم، لذا این که میگم غیر معتبر هست این علی الاطلاق درست نیست. بله بین او را ما قبلش نشان دادیم در همین کتاب در مقدمه اش هست، بلکه دوباره هم نشان بدیم بد نیست از باب تکمیله کلام بینندگان محترم. ملاحظه بفرمایید در اینجا، در صفحه 12 بود ظاهر، در همین کتاب مشاعت البحار، در صفحه قبلش عفوان بینندگان محترم، من عذر میخوام که کامپیوتر ما خوب کار نمیده، لذا تا این درست بشود اینجا در صفحه 8 در فقره 4 بعض الروايات في بحار الانوار لها اسانيد غير معتبره فحكمنا عليها بعدم الاعتبار ولكن ربما لها اسانيد معتبره في احد الكتب الاربعه التي لا ينقل عنها المؤلف العلامه غالبا لشهرتها ولا اشير الى هذه الجهه الا نادرا
وكذا يمكن أن يكون لها سند معتبر في مصدر آخر، بل في باب آخر من بحار الأنوار، من كتاب البحار. فحكمنا بعدم اعتبارها نسبي بلحاظ السند المذكور في الباب، ولا نريد عدم اعتبارها مطلقا فلا تغفل. پس بیننده ایشان اینجا در این مقدمه کتاب در صفحه 8 فقره 4 خودش میگوید که روایات بحار الانوار در کتب دیگر شاید مصادر و اسانید معتبر داشته باشد که من اونها را تحقیق نکردم، بلکه در خود بحار الانوار یک روایت در باب دیگر با سند دیگری شاید آمده باشه که من اون را هم تحقیق نکردم. و خودش میگوید وقتی که من میگویم حدیث معتبر نیست به حکم به عدم اعتبار میکنم، این نسبیه، فقط منظورم همون جا هست، در جاهای دیگر را من مراجعه نکردم. خب وقتی آقای محسنی، وقتی که خود شما احادیث را اسانید آن را تحقیق نکرده اید، در هر جا که میرسی میگی که اینجا مثلا احادیث باب همگیش غیر معتبر هست، شما به خود چطور جرأت میدهید؟ خب اونجا هم باید متذکر بشوی که من تحقیق نکردم، و بعد از اون عدم اعتبار شما چطور استنتاجات فقهی، استنتاجات در باب عقاید میکنید؟ وقتی که خود شما میگویید که این حکم من به عدم اعتبار نسبیه و چه بسا این باید من تحقیق نکردم چون شاید اسانید دیگر داشته باشد، پس حق استنتاج از اون حکم به عدم اعتبار نداری شما. این و اصلا آدم در جای برسد حدیث را تحقیق نکند، حدیث را بگوید اعتبار ندارد، این غایت بی امانتی علمی و بلکه حرام است شرعا، چون احادیث اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و کلام اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را از اعتبار انداختن این خیانت به مذهب است، خصوصا اینکه بیاد 95% احادیث شیعه را اونجا بیاد حکم به عدم اعتبار بکند. این اولا. ثانیا بینندگان محترم، این مردگ اصلا بی سواد در علم رجال، و اصلا مبانی او مبانی اشتباه در تصحیح روایات و تسقیم روایات. اولا طبق امون مبانی خودش قادر نیست بر تحقیق تصحیح روایات طبق مبانی خودش، حالا چه برسد که مبانیش از بی خرابه، مبانیش خودش و اون راهکارهایش اشتباه برای تصحیح روایات. حالا اون بحثش در جای خودش میماند. خب دوستان عزیز بیننده، حالا که این مطلب برای شما روشن شد، ما برگردیم به اصل کلام ایشان که در صفحه 452 در باب عصمت ائمه علیهم الصلاة والسلام بود. خب بینندگان محترم، ایشان میگوید که بله اولا روایات، پس بار این روایاتی که علامه مجلسی در این باب آورده اینها عصمت را ثابت نمیکنند، چون همگیش غیر معتبر از لحاظ سند. و ثانیا کل ما يدل عليها حتى اذا جمعت من سائر الابواب فهي قاصره عن اثبات المراد و اثبات اليقين به لقلتها عددا. ثانیا اگر ما بقیه احادیث و روایات را از بقیه ابواب هم بیاریم که دلالت بر عصمت دارد، او عصمت را ثابت نمیکند، عصمت ائمه علیهم الصلاة والسلام را ثابت نمیکنه چون روایات کم. خب بینندگان محترم، این هم از کفریات این ملعونه. عصمت ائمه علیهم الصلاة والسلام اساس مذهب تشیع است. بینندگان محترم، اصلا ما این که ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام را واجب الاتباع میدانیم، اخبار اونها را قبول داریم در تمام عمر به خاطر اینکه اونها را معصوم میدانیم، و اگر شما دست از عصمت ائمه اطهار علیهم السلام بردارید، دیگر فرق بین ایشان و بین مجتهدین خود ما و بین مجتهدین از صحابه فرقی نمی‌ماند و مذهب از اساس آن ابطال می‌شود. کسی که میگوید که بله بقیه احادیث بقیه ابواب هم در کافی، کتاب بصائر الدرجات، کتاب محاسن برقی، اینجا روایات اینها، کتاب سلیم بن قیس، اینا هیچ کدامش عصمت را، خب اون روایات را حداقل بیار. این یک مبحث کلیدیه، یک مبحث مهم، یک مبحث در بحث در مستحبات استنجا که نیست، مکروهات استنجا که نیست، که شما همچنین رد بشوید در باید فقره که هیچ کدام اینا ثابت نمی کند مراد را. اون احادیث را وقتی که آدم در همچین مسئله اظهار نظر می کند و برخلاف جمهور می استد، باید اونجا دلیلش را هم که بیاوری، شما یک 3 حدیث 4 حدیث 5 حدیث را بیاد بگو اشکالش اینه، در دلالتش اشکال دارد، اینجا سندش اشکال دارد، لذا اسمت را ثابت نمی کند، اسمت را ثابت نمی کند. اون وقت استنتاج شما بله بید همچنین مجرد ادعا بینندگان محترم، اون هم در برابر احادیث متواتره. اینقدر احادیث زیاد داریم بینندگان محترم که دلالت بر عصمت ائمه اطهار علیهم السلام میکند که بی حد و بی حساب.
بر کتب ما و کتب مخالفین. اصلا قضیه اصلا کسی نمیتواند عدد اونها را حساب بکند، اینقدر حدیث داریم ما که دلالت دارد بر عصمت ائمه اطهار علیهم السلام. این ملعون مفعول نامل نجس کثیف خنزیر آمده، ولی روایات قلیله در این باب و دلالت بر عصمت نمیکنه. خب تو بیار اونها را، یک چند تا شبیه همینطوری مجرد ادعا که بله روایات قلیله، بله سندم که ندارد، دلالت بر عصمت ندارد، تمام شد قضیه مذهب را از بیخ بزن. بینندگان محترم، این یه حرف یک انسانی که بله فقط فکر میکند مجرد ادعای او، مجرد وهم و گمان او و مجرد زنون کفرآمیز او، این حق و دلیل و حجت و اعتبار دارد و برای ادعای خودش یک شاهد یک دلیل نمیآورد. بعد ببینید بینندگان محترم، این نفس کلمات شه طلبای محترم علمای محترم نگاه بکنید، ایشان از مراجع هست، رئیس شورای علمای افغانستان. یا سبحان الله، عجب مصیبت برای این مردم مظلوم، مردم بیچاره که همچین رجلی رئیس حوزه اونها باشد، رئیس شورای علمای اونها باشد و بعد مرجع تقلید یک عده اونها باشد. و ثانیا کل بله و ثالثا ان اثبات عصمت فرد او جماعة بأقوال هؤلاء وإن كانوا عدولا أتقياء أمر مخالف لسيرة العقلاء. میگوید که ما والا فرضم بکنیم که حدیث داشته باشیم از امام صادق علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه السلام که ائمه علیهم الصلاة والسلام معصوما. میگه که اثبات قول شخص، ببین این کفر محضه بینندگان محترم. میگوید ما حدیث هم داشته باشیم که مثلا امام صادق علیه السلام گفته باشه که ائمه علیهم السلام معصوما، حدیث داشته باشیم امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده باشد که ائمه علیهم السلام معصومه. خب این که بله اثبات ولو علی ما بگیم که امیرالمؤمنین علیه السلام عادل بوده، مثلا تقوا داشته، اما اثبات عصمتش با حرف خودش که ثابت نمیشود، این مخالف زیره عقلا است. ای پروردگار عالم، این ملعون، این نجس، دوستان عزیز ببینید ائمه علیهم السلام را آورده پایین آورده پایین آورده پایین آورده پایین آورده، در حد کی؟ در حد مثلا همین کسانی که در مسجد میرن نماز میخوانن، ریش دارن، تقوا دارن. حالا کسی که ریش داره تقوا داره در مسجد، درسته ادعا بکنه که من مجتهدم، خب این که بله این که ادعا بکنه من مجتهدم با قول خودش، حالا درسته تقوا داره عدا عادله، با قول خودش که اجتهادش ثابت نمیشود، ادعا کرده. ما این ملعون این چنین کلام را درباره ائمه اطهار علیهم السلام میگوید. حالا ما فرضاً بکنیم امیرالمؤمنین علیه السلام عادل باشد، تقوا داشته باشد، ادعای عصمت کردن او که خودش ادعا بکنه، این که مخالف سیره عقلا است. این بینندگان محترم، این غایت کافر بودن یک شخص و این که فقط این شخص فقط تظاهر به تشیع میکند و هیچ گونه اعتقاد به امامت ائمه اطهار علیهم السلام ندارد، این حرف را میزند. بینندگان محترم، کلام ما در برای شیعیان هست، کسی که شیعه هست امیر المؤمنین علیه السلام را لسان خدا می داند، امیر المؤمنین علیه السلام را خازن علم الله می داند، امیر المؤمنین علیه السلام را امام بر حق می داند. وقتی که او بگوید، او دیگر وقتی که او بگوید که ائمه اطهار علیه السلام معصوم هستند، این مخالف سیره عقلا است که ما قبول بکنیم. بینندگان محترم، این مثال اون مثال اون بله صوفی ریشداری هست که در مسجد نشسته ادعای اجتهاد کرده، این مخالف ابدا عقل حکم. بعد از این که ما پذیرفتیم بینندگانی که امام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده من کنت مولا فهذا علی علیه السلام مولا، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که انت منی بمزلت هارون من موسی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده انی تارک فیکم من تمسکتم به لن تذلوا بعدی ابدا کتاب الله و عترتی اهل بیتی. تمسک به اهل بیت علیهم السلام، قبول قول اونها واجب. وقتی که اونا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده، چطور با قول اونها با قول خودشان اسمت اونها ثابت نمی شود؟ وقتی که فرموده انت منی به منزلت هارون من موسی، تو آمدی میگی که این مانند اینه که ولی یک عادل متقی، فرض بکنید یک آدم نمازخوان که به نامحرم نگاه نمی کنه، تقوا هم داره، عادل هم هست، در مسجد میاد میشه نماز میخونه، او ادعای اجتهاد بکنه، حالا شاید اشتباه کرده مثلا، احتمال اشتباهش میره، اقلا بله به حرف او قبول نمی کنن.
بله شاید مثلا برای اشتباهی پیش آمده. امیر این احتمال درباره امام صادق علیه السلام دادن، درباره امام رضا علیه السلام دادن، درباره امیر المؤمنین علیه السلام دادن، این کار کسی که خنزیر باشه. او بله او از دایره انسانیت، از دایره اسلام خارج شده، او نجس کافر خنزیره. متوجه هستید بینندگان محترم؟ این جوابشه. و کان بامکان کل ارباب المذاهب الباطله ادعاءها لمتبعیهم بله. پس میگوید که این که برای هر کسی، این که امکان داره برای هر کسی، پیشوایان هر مذهبی که برای اتباع خود همچنین چیکار کند؟ ادعا بکند. پیشوایان هر مذهبی، مثلا ابو حنیفه برای پیروان خود ادعای عصمت بکند، یا مثلا یک رئیس خانقاه برای پیروان خود ادعای عصمت بکند. خب این که امیرالمؤمنین علی سلام برای شیعان ادعای عصمت بکند فرقی با اون نداره. یا این که مثلا یک کسی رئیس مذهب بودایی ها باشد، مثلا بزرگ مذهب و عالم بزرگ اونها باشد، ادعای عصمت برای اتباع خود بکند. خب آیا به قول اونها عصمت ثابت می شود؟ خب بین نگار فرق اینجا فرق خیلی عظیمه. رئیس خانقاه یا ابو حنیفه یا مثلا یک راهب بزرگ در بین نصارا، اگر او ادعای عصمت بکند، با ادعای عصمت او عصمت ثابت نمی شود. اما با ادعای امیرالمؤمنین علیه السلام اگر فقط خبر بدهد که من معصومم، عصمت ثابت می. فرقش در چیه؟ فرقش در اینجا هست که امیرالمؤمنین علیه السلام را رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده، قرآن کریم فرموده که اینها هر حرفی که گفتن شما تصدیق بکنید، هر حرفی که هر کسی تصدیق نکند ملعونه. اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را خداوند متعال در قرآن کریم فرمود اینها هیچ وقت دروغ نمیگویند، هر حرفی که گفتن اینها را قبول بکنید، حدیث ثقلین امثال اونها. فرق این اینجا هست. ما با این مقدمه، ما شیعیان وقتی که امامت اونها را پذیرفته، واجب و تعبودن اونها و اینکه لازم و واجبه که هر کلامی اونها گفتن تصدیق اونها جزء ایمانه، بلکه تمام ایمانه. خب بله، مگر رئیس خانقاه این ادعا را، این حدیث ثقلین درباره او صادر شده، ملعون. محسنی یا ابو حنیفه حدیث ثقلین دارد، حدیث منزلت دارد، آیه ولایت دارد، آیه تطهیر دارد، آیه اولو الامر دارد، بله آیه اسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دارد، کونو مع الصادقین را دارد، یا رئیس پیشوای بودایی ها اینها را دارد، این پیشینه را دارد. ابدا. بینندگان محترم، برای شیعیان دوازده امامی کلام ما هست، کسانی که امامت ائمه علیه السلام را پذیرفتند، چطور این مخالف سیره عقلا، مخالف عقله که اگر ما یکتی را امامت او را پذیرفتیم، حجیت او را از جانب خدا پذیرفتیم، بعد لی عقلی نقلی خیلی زیاد، بعد او اگر گفت که من معصوم هستم، بگیم که نه، این حرف شما را دیگه ما نمیتونیم قبول بکنیم، این حرف شما به دلیل خارجی میخواد. این کلام یا بینندگان محترم که یک انسانی که آشنایی با استدلال علمی ندارد، در غرقاب از کثافت های جهالات و گمراهی ها خودش غرق، این حرف را میزند. تازه آمده ادعای مرجعیت هم دارد. لعنت خدا بر این ملول. فلابد و ثالثا، این ثالثه چه دوستان عزیز، ان اثبات عصمت فرد او جماعت باقوال هؤلاء و این کانو عدولا اتقیا امر مخالف لسیرت العقلاء و کان بامکان کل ارباب المذاهب الباطله ادعاؤها لمتبعیهم. فلا بد لإثبات عصمة الأئمة من الاستدلال بالقرآن وبالبراهين العقلية القطعية وبالروايات النبوية الواردة من طرق أهل السنة أو الشيعة إذا عرفت صدقها، أي صدق الروايات المذكورة. خب أما ميقول بس اسمات راس كجا ثابت بكون، ميقول اسمات راس بايت ثابت بكون من القرآن، دليل اسمات بالقرآن الكريم لا قبول ندارد، قبول ندارد. بعد ميقول كيف دلائل عقلية، دلائل عقلية رام قبول ندارد. بعد بینندگان محترم میگه روایاتی که بعد خودش رو نقص میکنه، روایاتی که صحیح باشه خودش. خب تو الان گفتی که روایات صحیحه، بله روایات که این که مخالف سیره عقلا هست، که اگر کسی برای اتباع خودش ادعای اثبات بکنه، این مخالف سیره عقلا هست که حرف او را قبول بکنی. بعد خودش میگه خودش رو نقص میکنه که نه، روایات شیعه اگر ما بدانیم صحیح هست، اون اثبات عصمت میکند، اثبات عصمت میکند روایات شیعه اگر صحیح باشد، یا روایت از طریق مخالفین باشد. روایات شیعه اگر صحیح باشد، که میگوید که روایت صحیح، بعد خودش گفته که روایت صحیح ما نداریم در عصمت، بله روایت صحیح که شیعه که ندارد، یا روایت از طریق اهل سنت باشد، جماعت عمریه باشد،
او ثابت بکند. خب بینندگان اینجا دیدید تناقض خودش را، که خودش را نقص کرده، که اول اونجا گفت که بله اگر کسی برای اتباع خودش ولو عادل باشد، متقی باشد، ادعای اسمت بکند، که او اسمت را ثابت نمی‌کند. بعد در زیرش آمده که روایات شیعه اگر صحیح باشد بله اسمت را ثابت میکند. او اما خودش مشکل اینه که منکره، میگه روایت صحیح ما اصلا نداریم که اسمت را ثابت بکند، همچین ملعونه. ولا يمكن اثباتها باجماع علماء الامامي او الشهره والارتكاز ونحو ذلك لما سبق. اما اثبات اسمت با اجماع یا شهرت یا ارتكاز که در ذهن شیعیان مرتکز بوده، مثلا حالا حماقت های خودشه که اینها با اینها ثابت نمی شود. بعد حرف دیگرش رو گوش کنید، لا يقال قول العترة حجة للأحاديث. بعد میاد خودش نقص میکنه بین مرت اخرى. الان یک سطر پیش گفت که حدیث شیعه اگر صحیح باشد اسمت را ثابت میکنه، حدیث شیعه اگر صحیح باشد اسمت را ثابت میکنه، الان میگه که نه، حدیث شیعه اسمت را ثابت نمیکنه، باز برگشت از اون قول خود. این یه مردک یه در غرقاب زلالات و در فاضلاب تهافتات و کفریات، این مردک غرق، این ملعون، خدا اینا لعنت بکنه. لا یقال قول العترتی حجتون للأحادیث الوارده من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کما جمعها السید البروجردی فی اوائل جامع الأحادیث سواء ثبتت امامتهم ام لا فاخبارهم بعصمتهم حجه. میگوید که به ما نگویید، بله اگر کسی آمد اعتراض کرد از شیعیان که اقوال ائمه علیهم السلام حجته، چی میگی آقای آصف؟ مولوی آصف قنداری شما چی داری میگی؟ اگر شیعه آمد اینجنین اعتراض کرد که بله اهل بیت علیهم السلام قولشان حجته، همون طوری که در احادیثی که مثلا آقای بروجردی در اول جامع الاحادیث جمع‌آوری کرده که اقوال اهل بیت علیهم السلام حجته، پس این اقوال اونها چه اثبات ما بله چه امامت اونها ثابت بشود یا نشود، چون قول اونها حجته است، اگر اونها خبر رسید که ما معصوم هستیم تصدیق این اخبار واجبه، بگیم که بله چون امام صادق علیه السلام فرموده، امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث صحیح فرموده که ما معصوم هستیم. چی میگوید آقای بله، فانه يقال المسلم من تلك الاحاديث حجيه اقوال في الاحكام الشرعيه دون اسمته. بله شما کی آقای محسنی میگوید که شما کی گفته که قول اهل بیت علیهم السلام حجت؟ کی گفته به شما؟ از کجا یاد گرفتید این اهل بیت علیهم السلام قولش حجت؟ بی خود گفت اهل بیت علیهم السلام قولش اصلا حجت نیست. بله فقط در احکام شرعیه، در احکام شرعیه و لا سوى ذلك قولنا حجته، همان طوری قول مرجع تقلید بین اصولیین معروفه که قول مرجع تقلید مبرئ ذمه است. مرجع تقلید اولو کلامه اشتباه باشد، ما شما گفت نماز اینطوری بخون، حالا او مثلا نفهمید اشتباه کرده، اون برای شما مبرئ ذمه است. مرجع تقلید گفت خمس اونجا مصرف بکن، شما صرف کرد، حالا اشتباه هم باشه او کلامش حجته. حجت معنای شیعه اینه معنایش که روز قیامت بله اگر پیدا شد که این مرجع تقلید اشتباه گفته چی می شود؟ بینندگان محترم، مرجع تقلید اشتباه گفته، خداوند متعال شما را عذاب نمی کند، شما معذور هستی. اونجا میگه مرجع تقلید علا بلا برگردانی ملا، میگه مرجع تقلید اونجا گفت که خمست اونجا صرف بکن، حالا من صرف کردم معلوم شد که این طریق اصلا طریق باطلی بوده، حرام بوده، در راه بله نادرست صرف شده. خب حالا اصولیون میگوین این بله معروف شده که قول مرجع تقلید مبرئ الذمه است. حالا این براءت ذمه می آورد یا نمی آورد، این خودش محل کلام. شبیه این هر این ملعون درباره ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام میگه که شما میگید که قول ائمه علیهم السلام حجت، فقط حجت در احکام شرعیه حجت، اما معصوم باشن معصوم نیستن، و اگر اخبار از اسمت خود کردن قطعا این کلام اونها غیر مسموع هست. اگر اهل بیت علیهم السلام ادعای اسمت کنن، حدیث وارد بشه از امام صادق علیه السلام که امام صادق علیه السلام گفته که من معصومم، بله این قطعا احادیثی که از رسول خدا رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که شما اهل بیت علیهم السلام را طاعت بکنین، اینها اسمت را ثابت نمی کند. اینها فقط چی را ثابت می کند؟ فقط ثابت می کند که اقوال اینها حجت هست در احکام، در احکام مثلا در مسائل استنجا، تیمم، حیض، نفاس، غسل جنابه، در اینها شما به اهل بیت علیهم السلام مراجعه، و همون طوری که شما به مولوی مراجعه می کنید، به مرجع تقلید مراجعه می کنید.
فرقی بین اهل بیت علیهم السلام و بین مرجع تقلید اصلا وجود ندارد. بله، اسمت اصلا خبری نیست. اهل بیت علیهم السلام این که اقوال اونا واجب الطاعه باشه فقط در احکام، اقوالشان حجیت دارد. گوش کن خوب ببین. فانه يقال المسلم من تلك الاحاديث حجيه اقوالهم في الاحكام الشرعيه. اون چیزی که مسلم هست از احادیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که شما از اهل بیت طاعت بکنید علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام حرفشان را گوش بکنید، تصدیق بکنید، اینا فقط در احکام شرعیه گفته، فقط در احکام شرعیه. اون در احکام شرعیه حرفی ناحجت. همون طوری که قول مرجع تقلید در احکام شرعیه چیست؟ حجته. بله، حالا مرجع تقلید میتونه اشتباه بگه، اهل بیت علیهم السلام میتونه اشتباه، اونا که تصحیح کرده. ببینید دوستان که اهل بیت علیهم السلام میتونه صفحه گذشتهش ببینید. و ربما یقال کما ان بعض اهل التحقیق فی عصرنا، و ربما چه بسا میتوان این چنین استدلال کرد، همون طوری که یکی از اهل تحقیق از معاصرین ما گفتند که احتمال زیاد میره کین کیه؟ این پدر زنه آقای شهرستانی، احتمال زیادیه که اهل تحقیقی شونه. و ربما یقال، چه بسا گفته میشود، همون طوری که یکی از اهل تحقیق در عصر ما گفت فرموده اند. حالا اون فاضل معاصر ایشان کی بوده؟ کی هست نمیگوید، اما ما احتمال میدیم که ایشان این مردک بله ملای پدر زن ملا جواد باشه. ان اعظم مشكله في اثبات حصه من العصمه المطلقه وهي نفي الجهل والسهو في الاحكام، اثبات این حصه از عصمت مطلقه. کدام که اهل بیت علیهم السلام در احکام شرعیه مرتکب سهو نمیشوند و مرتکب جهل نمیشوند، جاهل به احکام نیستند، سهو نمیکنند. این اثبات این قسمت از عصمت مشکله. خب چرا مشکله؟ هو وجود الروايات الكثيره المتعارضه والمتباينه والمختلفه وهي المشكلة الرئيسة في الاستحكام استنباط الأحكام الفقهية، والنفس مطمئنة بصدور هذه المتعارضات منهم عليهم السلام، وما قيل في وجه صدورها منهم عليهم السلام لا تقتدع بها النفس. فينك أهل بيت عليهم الصلاة والسلام أحكام متعارضة زياد قفتان، ياك جا قفتان وزو انتوري بيك جاي ديگر رامده قفتان انتوري بيك، ياك جا قفتان نماز شكيات شئين جاي ديگر رامده قفتان نش شكيات عقون شئين. خب اگر بلد بودن صحو نمی کنن، چرا متناقضات گفتن؟ چرا متناقضات گفتن؟ حالا اون چیزی که علما گفتن، خود اهل بیت علیهم السلام گفتن که این وجه تقیه هست که ما اینجا برای احکام متعارضه اگر ما به شما میگیم در اون یک مجلس، به یکی میگه حلال به یکی میگه حرام، به خاطر اینه که شما بله شما عصری هستید که بله بقای شما در همینه که شما ظاهر شما یک جوری نباشه. میگه نه اینا ما با این نفس ما قانع نیست. نه والا چرا قانع نیست؟ دلیلم که نمیاره قانع نیست. خب در همون احکام هم بینندگان محترم که این که صریح کلماتشه که اهل بیت علیهم السلام در بیان احکام هم معصوم نیستن، هم مرتکب جهل هستن، هم مرتکب لا اله الا الله سهو هستن. دوستان عزیز مصیبت را ببینید، من اینجا بیام جواب شبکه کلمه را بدم، شبکه صفا را بدم. بله این خب این محسنی دیگه کلمه سر شبکه کلمه با محسنی چه فرقی داره؟ نه این مرجع شیعی، هی خود شبکه کلمه، خود شبکه صفا، خودش حسین موحد دیگه، مگر فرقی داره؟ دوستان این مصیبت را ببینید بینندگان محترم، به جای اینکه علما شیعه بیاین این از مذهب دفاع بکنن، بزرگترین هجوم را بر اساس مذهب، بر ریشه مذهب از جانب کی؟ از علما و معممین. این من دروغ میبندم؟ خب ببینیم کتابشه که حالا این ایشان یک شخصیتی بود که مثلا مطرود بود بین علما، مثلا یک شخصیتی بود که شاذ بود. بله میگفتیم که حرفی رئیس علمای شیعه، رئیس شورای علما، یار غار سیستانی، رئیس بزرگترین حوزه علمیه در کابل، کتابش کتاب سال شناخته شد دو سال پیش در ایران، دو سال پارسال یا پرارسال کتابش کتاب سال شناخته شد. خب بینندگان ما حالا ببینید صفحه بعد، بینندگان عزیز میگوید لا یقال قول العترة حجتون،
میگه شما شیعیان بر من اعتراض نکنید که قول عترت قول اهل بیت علیهم السلام حجته، به خاطر اینکه للاحادیث الوارده من رسول الله صلی الله علیه و آله، به خاطر که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده که شما قول اهل بیت علیهم السلام را قبول بکنید، همان طوری که احادیث آقای بروجردی اونجا جمع آوری کرده. سوا ان ثبتت امامتهم املا، چی اینکه امامت اونها ثابت بشود یا نبشود، فاخبارهم بعصمتهم حجه، پس اگر اهل بیت علیهم السلام گفتن که ما معصوم هستیم این کلام اونها حجته واجب التصدیق. میگه این را این حرف بی خودی، چرا؟ فانه یقال المسلم من تلك الاحاديث حجيه اقوال في الاحكام الشرعيه دون عصمتهم، اون چیزی که این روایات ثابت میکنه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده در احکام شرعیه، استنجاء، تیمم، غسل جنابت، ولی غسل حیض چیکار میکنید؟ تیمم، جنابت، اینا را به اهل بیت علیهم السلام مراجعه بکنید. اما اینکه اینها این احکام را بلدند، بله، معصوم از جهل هستند، نه، این را ثابت نمیکنه. معصوم از سهو هستن حتی در امینه، اینا ثابت نمیکنه. حالا چه برسه اگر در خارج از احکام اهل بیت علیهم السلام ادعای کردن، در خارج از احکام گفتن که ما امام هستیم، ما معصوم هستیم، ها گفتن ما معصوم هستیم، ما صادق علیه السلام، قطعا حرفیشان حجت نیست، ادعای عصمت دلیل خودش رو، قول امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام بگوید من معصومم، قول خودش، بله، هیچ ادعا را ثابت نمیکنه. اون چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اینه که شما در احکام شرعیه پیروی کنید از امیر المؤمنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، همون طوری که شما در احکام شرعیه مراجع میکنید به کی؟ به مجتهد. مجتهد مثلا میگه وضو اینطوری بگیر، روزه اینطوری بگیر، غسل جنابت، غسل حیض، استحاضه، اینه، این رو انجام بده، درسته؟ حالا اون مجتهد در جای شاید اشتباه میکنه، جای شاید غلط فهمیده. این عین این را بینندگان محترم راجع به ائمه اطهار علیهم السلام این ملعون خنزیر کافر میگوید. حالا مجتهد آمد یک ادعای دیگری کرد، مثلا مجتهد گفت که مثلا در خارج از احکام شرعیه، در موضوعات خارجی یک حرفی زد، مثلا گفت که، مجتهد گفت که فرض بکنید که نفوس عربستان سعودی 25 میلیون، فرض بکنید، مجتهد اگر گفت این دیگه لازم نیست شما قبول کنید حرف مجتهد را، چرا؟ این از موضوعات خارجی است، این حکم شرعی نیست. مجتهد متخصص چی؟ احکام شرعی. شما به مجتهد مراجعه بکنید، حکم شرعی را برای شما بیان بکنه، غسل جنابت، تیمم، حیض، طلاق، نکاح، اینا را بیان بکنه. او اگر گفت که نفوس عربستان سعودی 25 میلیونه، شاید اشتباه بکنه. شما برید آمار را نگاه کنید، شاید 24 میلیون، 25 میلیون نیست، شاید 20 میلیون، شاید 30 میلیون، کم و زیاد شده، مجتهد نفهمید. متوجه هستید؟ لذا قول مجتهد حجتش چیه؟ فقط در احکام شرعیه است. كذلك ائمه اطهار عليهم الصلاه والسلام، این که ادعای عصمت بکنن، ادعای عصمت اونها با قول خود اونها ثابت نمیشود، بله، فقط قول اونها حجت هست، بله، در احکام شرعیه، اونم در احکام شرعیه همین، نه بین من و اونها معصوم هستن، نه، در احکام شرعیه اونها هم اشتباه هم کردن، فراموشی هم کردن، مرتکب جهلم بودن، الیاس بالله، الیاس بالله. خب بین نگار محترم، این اگر خنزیر نیست پس چی چیزی؟ شیعه این آصف محسنی اگر خنزیر نیست، کافر نیست، این از دایره ایمان و اسلام خارج نیست، پس چی چیزی؟ بین نگار محترم، آیا این انکار صریح امامت ائمه اطهار علیهم السلام نیست؟ آخوندهای شیعه، شما از خدا نمی ترسید؟ از دوازده امام علیهم السلام نمی ترسید؟ اگر یک کسی بیاید بر علی خامنه‌ای نیم کلمه بگوید از پایش آویزان میکنید، از لنگش آویزان میکنید تا عبرت برای همگی بشود، این چنین نیست؟ اگر کسی بیاد بر علیه مرجعیت یکی از مراجع صحبت بکنه، خدا شاهده این چنان تفسیقش بکنن، زن و مرد، کوچک و بزرگ، آن چنان بر سر و کله او بکوبن که این بر علیه مرجع صحبت میکنه، بر علیه مراجع صحبت کرده، اوه مراجع، اصحابنا کالنجوم، اصحابی کالنجوم، به ای مقتدیتم اهتدیتم، او بیچاره یک طلبه اگر بخواد بر علیه یکی از مراجع صحبت کند، آن چنان چارچنگه به او میپرن که بیده نگاه پوست کلش رو میکنن، زنده دنیا رو برو تمیم میکنن، باید بره تاکسی رانی کنن، دیگر او نمیتونه طلبه باشد، دیگر نمیتونه روحانی باشد، چرا؟ چون مثلا بر علیه مرجع ثابت کرد. این ملعون بینندگان محترم، دوازده امام علیه مصلات و سلام اسمت، امامت، حجیت قول اونها را، همه اونها را منکر شده، فقط حجیت قول اونها را به اندازه حجیت قول مثلا ابو حنیفه برای اتباعش، به این اندازه اینها را آورده تنزل داده.
میگه فانه یقال المسلم من تلك الاحاديث حجیت اقوال في الاحکام الشرعیه دون عصمتهم فان بناء العقلاء لا يساعد على استفاده الاخير منها. بنای عقلاء، بله، احادیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که شما بله تمسک بجوید به اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، دینتان را از اهل بیت علیهم السلام اخذ بکنید. اهل بیت علیهم الصلاة و السلام شریک قرآن هستند. اهل بیت علیهم الصلاة و السلام هر کسی که اونها را تصدیق بکند رحمت خدا بر او باد، هر کسی که با اونها مخالفت بکند اون ملعون هست. اهل بیت علیهم الصلاة و السلام تمام اقوال اونها مثل اقوال من هست، فضل اونها فضل من هست. ولی این میگه خلاف بنای خدا. یک انسان جاهل، یک انسان ملعون، یک انسان کافر، یک انسان فاجر، یک انسان فاسق، بینندگان محترم، که آدم به یک اصلا اگر او از روحانیون نبود، اگر از مراجع نبود، این کلام اون قدر بی وضوح البطلانه، این قدر وضوح الکفره، این قدر پیش پا افتاده است. بطلان او برای اقل شیعیان و ادنا الطلاب واضح است که اصلا ارزش این را نداشت که من اسم او را اینجا ببرم و ذکر بکنم. بین گان محترم، چون این در ایستادن در برابر امور بدیهیه، امور واضحه است. خب حالا بینندگان محترم، صفحه بعد چی میگه؟ الا ترى، میگه نمیبینی؟ ان قول الثقات حجه ولا يقبل قولهم في اثبات عدالتهم فضلا عن عصمتهم. میگه من مثال میزنم برات، تو اگر تو که نفهمیدی، حرف مرا متوجه نشدی، خوب گوش بکن. میگه شما میگی که اهل بیت علیهم الصلاة و السلام اخبار اونها به عصمت خودشان این حجت و تکیه شما بر چیه؟ به اخبار وارده از رسول خدا صلی الله علیه و آله، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده که از اهل بیت من پیروی کنید علیهم الصلاة و السلام. میگوید که این اهل رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده پیروی بکنید، این منظور فقط احکام شرعیه هست، خارج احکام شرعیه اونا ادعای دیگر بکنن او بله حالا ادعای عصمت بکنن، ابدا اون قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شامل نمی شود. میگه مثالش مثال چه ثقاته؟ ثقه، آدم ثقه خبر بیارد، بگوید که مثلا من دیدم که امام صادق علیه السلام فرمودند که نماز صبح دو رکعت، شنیدم این مطلب، این قبولش لازمه، ما قبول میکنیم. اما اگر همین ثقه بیاد ادعا بکند که من عادلم، بگوید من خودم عادلم، این قبولش واجب نیست، بله من گناه نمی کنم، این قبولش واجب نیست. خب همچنین کلام اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، مانند اینا مانند ثقات هستند اینا، بله. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت گاه حرف اینا رو در کلام شرعی قبول کن، در احکام شرعی قبول کنید، این که نگفت اینا رو ادعای کردن شما قبول بکنید. اهل بیت علیهم الصلاة والسلام احکام شرعی گفتن، بله اونا اونجا هم اشتباه میکنن، اونجا جاهل به احکام هستن، سهو میکنن، تناقضات امور متناقضه میگن، چیزا از یادشان میره. نستجیر باللازم کافر اونجا، اما خب کلامش حجته، حالا کلامش حجت، همون طور که یک مجتهد اشتباه میکنه بازم کلامش حجت، ولی اما ورای احکام شرعیه مجتهد ائمه علیهم السلام، امام صادق علیه السلام میگه ما معصوم هستیم، ما وجه الله هستیم، ما خزان علم الله هستیم، ما امین الله در آسمان و در زمین هستیم، خداوند متعال ما را معصوم کردن. این بله این اشتباه، این ثابت نمیکنه، هر کسی میتواند برای اتباع خودش ادعا بکنه که من معصومم. خواب بینندگان محترم، این حرامزاده نجس کافر، این فاسق فاجر خنزیر، این کفریات واضحه را اینجا این چنین بیان میکند و حیا هم ندارد. و سبحان الله، عجب روزگاری، عجب روزگاری، عجب روزگاری. اگر یک کسی مثلا این وهابی بود، سلفی بود، شبکه قنات مستقله میگفت، خب از او توقع غیر از اون نیست. این ملعون این حرفا را گفته، نه الان، 15 سال پیش، 14 سال پیش این کتاب را نوشته، کتابش نشرم شده و از اون زمان تا امروز بلی علما در برابر او چیکار کردن؟ تازه بهش پول بیشتر هم دادن، تازه بهش پول بیشتر هم داده اند، ملاقات ها که میکنن بسیار بس، بله به دیگران که وقت نمیدن، شما برو سعی بکن با آقای سیستانی ملاقات بکنی، این که میرود بله همه گید باش میشینه عکس میگیره و پخشم میکنه، شما برو سعی بکن با آقای وحید خراسانی وقت بگیری، ببین به شما وقت میدهد یا نمیدهد، اما این آصف محسنی بیاید، بله خب شاید به ایشان وقت میدهد، درسته یا نه؟ حالا عکساش که موجوده با هم ملاقات کردن و خندیدن دوینه.
حالا دوستان عزیز بیننده در جواب کلام ایشان که کلام اهل بیت علیهم الصلاة والسلام فقط حجت در احکام و حجت در ورای احکام نیست، خب من خب این بحث خیلی بحث ساده ای هست برای ما، ما مسلم این قدر بحثای امامت که ما کردیم از کتب مخالفین، از قرآن، از سنت، در همینه که اهل بیت علیهم الصلاة والسلام امام هستند مطلقا، تنها اینطوری نیست که امامت اینا محدود در احکام باشه، اینها امام هستند در بیان هر امری از امور دین و دنیا که اینها بیان کردند، قول اینها عین حق و عین صدق و اینها از جانب خدا هادی هستند، از جانب خدا خازن علم الله هستند. این مطالب بینندگان محترم اینها اینقدر دلیل بسیار زیاد دارد که آدم از این لامذهب، از این کافر فاسق فاجر تعجب میکنه که اگر آقای سروش این حرفا را میگفت، سروش ما توقع نداریم، سروش چون او مثلا شعر مولوی را خوب خوانده، بعد رفته دانشگاه های غربی، اونجا مثلا کفریات غربی ها را خوانده، او اگر در ذهن او کفریات باشد، مسائل مسلمه مذهب را آگاه نباشد، نداند، خب این یک چیزی نیست که خیلی تعجب آور باشد، توقع بیشتر از او این نیست که ولی کسی که عمرش را زده در مولوی و عمرش را زده در فلسفه غرب، او مسلمات مذهب را نداند. اما یک ملعونی که این چنین نبود، دوستان از مرجع تقلیب و فقها اوم شر و فقها تحت ظل السماء، علمای آخر الزمان بدترین علما زیر سایه آسمان هستند. بینندگان محترم، حالا من در پیرامون در جواب این مردک که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که امر فرموده اند به اتباع اهل بیت علیهم الصلاة والسلام مطلق فرموده اند و این امامت اونها را مخصوص احکام شرعیه گردانیدن، این یک کار یک انسان کافر، یک انسان ملحد، یک انسان دشمن دین خدا می باشد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیچ وقت همچین قیدی نذارن که شما فقط در احکام شرعیه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را تصدیق بکنید، ورای احکام شرعیه برید شما، بله اهل بیت علیهم السلام اگر حرفی زدن لزومی نداره شما تصدیق بکنید. خب ببینید، و همچنین کلام باطلی را من حتی از علمای عمری هم نشنیدم که علمای عمری گفته باشه، چون همچنین کلام خیلی واضح البطلانه. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اطاعت بکنید از اهل بیت علیهم السلام، اگر کسی را قبول داره دیگر اینجا بیاد قید بزنه که این وجوب اطاعت فقط در احکام شرعیه هست و تصدیق اهل بیت علیهم السلام، اگر اخبار کردن مثلا که از غیر احکام شرعیه، از امامت خود گفتن، از فضائل خود گفتن، از عصمت خود گفتن، اینجا نه، اینجا احتمال داره اونا دروغ بوده. این حرف بینندگان محترم، این را هیچ کسی نگفته، این از جهالات این حرامزاده هست و همچین کلان دلیلی هم وجود ندارد که همچین آدم تمیز قائل بشود. آخر حرامزاده، تو اگر مفعول نبودی تو نجس کافر، تو فاسق فاجر، تو 80 سالگی آمدی چین کافر شدی، ملعون، یک عمر از سفره امام زمان علیه السلام خوردی، یک عمر تم ملعون نمک حرام، نمک ناشناس از این سفره خوردی، آمدی نمکدان این چینی شکستی، تو حرامزاده اگر نیستی. خب یک دلیل که ذکر میکردی ملعون، که همچین تمیزی در کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آیات قرآن کریم همچین تمیزی هست که امامت فقط امامت اهل بیت الان محدوده مختصره فقط در احکام شرعیه، اگر در بقیه امور اونها اظهار کردن بله این بله کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وجوب طاعت اونها را شامل نمیشد. خب یکی ذکر میکردیم ملعون مفعول نجس کافر. اما من برای تو ذکر میکنم دوستان عزیز، این کتاب ضیاء العالمین، خطبه غدیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نقل طبری، محمد ابن جرير طبری در کتاب الولایه خودش حدیث غدیر را آورده. حالا ملاحظه بفرمایید که حضرت صاحب رسالت صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه غدیر خودش که خودش میگه که عمریه در فضائل اهل بیت علیهم السلام دروغ نمیگن، مگر این مثل علمای شیعه که همه خدا ترس اصحاب ائمه علیهم السلام بوده، اونا در فضائل اهل بیت علیهم السلام دروغ میگن، جان خود را در خطر میاندازن، ها که نه اهل بیت علیهم السلام که مناسب دنیوی و کسی که نمیدادن که شما بیا در شأن ما دروغ ببند، تازه دولت هم اونا را میگرفت و میکشت. بله و علماء اصحاب ائمه علیهم السلام در اخبار متواتره گویا اینا دروغ میزنن، علمای عمریه راست میگن. ای خدا، این من رجل احمق نادان، این جاهل غر، این جاهل
بی خبر از کتاب و از سنت، از مسائل اعتقادی آمده اظهار نظر میکند در مهمترین مسائل اعتقادی و بر علیه تمام علمای شیعه، علمای سابق، البته علمای فعلی را نمیگم، بر علیه تمام علمای سابق ایستاده و بر علیه مسلمات مذهب ایستاده بدون که هیچ گونه اظهار دلیل بکنه و مرجعیتش، علامه بودنش هم کوچکترین خدشه بر نمیدارد. میدانید چرا بر نمیدارد؟ به خاطر اینکه علمای شیعه مباحث اعتقادی را ترک کردند. علتش اینه. بله او اصلا هزار کفریات را گفته در این کتاب خودش، هیچ گونه موجی ایجاد نکرده. چرا این موجی ایجاد نکرده؟ شما بیا مثلا بر علیه سیستانی صحبت کن، پدرت را در میارد. شما بیا بالا سیستانی را بلکن برای جواد شهرستانی یک کلمه بگو، کسی جرأت نمیکنه. چون شهرستانی او تمام مقدرات حوزه علمیه در چنگ نجس اوست، کسی میتواند برای اون اعتراض بکنه؟ ها شما بیا بر علیه خمینی یک کلمه بگو، بگو چطور شما رو زنده پوست میکنن یا نمیکنن؟ ای سبحان الله، ای امام زمان علیه السلام، جانم به فدای شما، شما چقدر مظلوم هستید که این علمای نمک ناش ناس، این علمای نمک حرام از سفره شما میخورن، بعد بر علیه شما این کتاب مینویسن، بعد بقیه علما میان از اون تعریف میکنن، بهش تازه امکانات هم میدن، مال شما را به دشمن شما میدن، به منکر شما میدن. جانم فدای امام عصر علیه السلام و علما، بقیش هم ساکت، کتابش کتاب سال انتخاب میشه، کسی اعتراض نمیکنه که این رجل کافره، این فاسقه، این فاجره. ای سبحان الله، ای پروردگارا، کسی کوچیو، کسی اگر کوچکترین خدشه در ولایت فقیه بکنه، جمهوری اسلامی با او چیکار میکنه؟ طلاب حوزه علمی شما به من بگید دیگر میتونه در مدرسه آقای گلپایگانی بره اونجا درس کفایه بگیرد؟ او خلع لباس میشود، دیگر شهریش قطع می شود، درسته یا نه؟ میگو چون ولایت مطلقه مقام معظم را قبول نکرده، عظما را قبول ندارد. حالا تنها نه تنها خلع لباس می شود که چیه میشه، خلع لباس میشه، شهریش قطع میشه، شلاق می خورد، چند سال زندان، چند سال بعدش تبعید، بعد از چند سال زندان، چند سال تبعید که او خرج خانه‌اش هم چند سال نداشته، بس سرنوشت بچه‌هاش چی می‌گذره؟ بعد از او باید بره دیگه تاکسی رانی کنه، دیگه باید بره حمالی کنه، دیگه کاری هم نمیتونه بکنه، درسته یا نه؟ اما کسی بیاید اسمت دوازده امام علیه السلام را این چنین علنا منکر میشود، او تازه روزگارش بهتر هم میشه. آخر دوستانی چه عجیبه، به خدا، عجبه، به خدا، عجبه، عجبه. ای پروردگار، ضیاء العالمین في بيان إمامة الأئمة المصطفين عليهم الصلاة والسلام، تأليف علامة فتوني، جزء السادس، كتاب مؤسسة آل البيت عليهم الصلاة والسلام، صفحة 180، إيشان؟ بل حديث الشريف غدير، حديث الغدير برواية محمد بن جرير الطبري في كتاب الولاية الزيد بن أقم، لما نزل النبي صلى الله عليه وآله بغدير خوم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم این خطبه را ایراد کرده. دوستان عزیز، بینندگان محترم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر به طاعت از اهل بیت علیه السلام، امر به تمسک از اهل بیت علیه السلام، امر به اعتصام اهل بیت علیه السلام، امر به اخذ از اهل بیت علیه السلام، امر به ایتمام، پیروی، اهتداء به هدایت اهل بیت علیه السلام، تمام این کلمات نص در احادیث خیلی زیاد فرموده و این چنین که تخصیص داده باشه که فقط در احکام شرعیه، فقط این حرامزاده، فقط این ولد الزنا، فقط این نجس خنزیر کافر. دوستان عزیز، از من گلایه نکنید که من اینجا این رو ناسزا میگویم. یک کسی این چنین ملعونه، بینندگان، آخر قلب من از درد پاره میشه. شما هم نمیدونم غیرت دینی دارید یا ندارید، من قلبم از درد پاره میشه. آخر خیانت از خود حدی دارد؟ حرام. این حرامزاده ابن تیمیه این چنین نگفته که اهل بیت علیه السلام فقط مثلا در احکام شرعیه. این چنین تمییز، این چنین تبعیض که امامت اونها مخصوص احکام شرعیه هست، در استنجا و طهارت و غسل جنابت و اینها، در بقیه امور اگر گفتی امر اظهار نظر کردن، تصدیق اونها لازم نیست. اینو هیچ حرامزاده ای نگفته بجز این ملعون. اگر کسانی که احادیث امامت اونها را قبول کردن، میبینن، میدانن که ادله وجوب تمسک به اهل بیت علیهم السلام، وجوب اهتداء به هدایت اهل بیت علیهم السلام، وجوب اخذ از اهل بیت علیهم السلام، وجوب التزام به اهل بیت علیهم السلام، وجوب اقتداء به اهل بیت علیهم السلام، اینها مطلقه، اینها تخصیص نیافته به احکام شرعیه،
و در تمام امور از اونا باید پیروی کرد، معالم دین خود را باید از اونا گرفت. این که متواتره، این که از بدیهیاته. یک ارامزاده آمده این چنین در مقابل تمام بدیهیات استاده بینه. تازه که دوستان کتاب او کتاب سال انتخاب میشه. الله اکبر، الله اکبر. امکانات یا سبحان الله، این چنین امکانات بی حد و بی حساب از مال امام علیه السلام به امید هم. این فغان ندارد، این ناله کردن ندارد، این سرخه ندارد. عجیبه با خدا. شما بیا یک کلمه در علیه مراجع صحبت بکن، ببین مقلدین اونها با شما چیکار میکنن. مقلد الا از علما، از فضلا، بیا بر علیه صادق شیرازی صحبت کن. این چنین فاشای نثار شما بکنن، ولو کلام شما بر حق باشه، اعتراض شما بر حق باشه، اصلا مهم نیست، اعتراض شما بر حق باشه. ولو شما بیاد کتاب را نشان بده که اینجا محمد شیرازی بدعت گذاشته، اینجا بله بی خود یک مطلبی را آورده وارد دین کرده، این اصلا اهمیتی نداره. بنداد سر سوزن چهارچنگم میپرن به شما که نه شما فاسقی. خب بگو جواب اونا بده، میگه نه شما فاسقی. خب میگه جواب محمد شیرازی رو بده که اینو گفته، دلیل این چیه؟ میگه نه شما فاسقی. متوجه هستی؟ شما بیا یک کلمه بر علی ولایت فقیه صحبت بکن، ببین با شما چی کار میکنن. اینجا میاد اخراحت 12 امام علیه السلام را امامتشان را از بیخ منکر میشود یارو. تازه کتابش کتاب سال، مرجع تقلید محترم، امکانات هم در دستش. بله آقای سیستانی، این مرجعیت تو به درد چی میخوره ها؟ نه تو که میتونی با اون سن 80 چند سالگی بیای با من مثلا مبارزه بکنی، خجالتم نمیکشی. من که به اندازه نوه شما هستم، تو که بجای اینکه به دست شفقت بر سر من بکشی، مهربانی بکنی، حداقل دشمنی نکنی. تو آمدی مثلا، خب حالا من اینجا دوستان عزیز، من اینجا بدعتی آوردم در دین، یک روز غیر از دفاع از 12 امام علیه السلام جرم من دیگر چیه؟ ها آقای سیستانی، حالا شبکه اهل بیت علیه السلام اشکال نداره، حالا شاید ما بدعت گذار شما، این که از این بدعت چی بالاتر؟ چرا یک کلمه نمیگویی؟ چرا امکانات در اختیار آقای محسنی قرار میدی؟ چرا؟ تو کجا دین خدا کو آخر؟ بدعتگذار محترم، بدعتگذار حالا نمیگیم در بین کفار محترم، بین حوزه های علمیه شیعه آخر کجا نزدیکتر به اسلام از حوزه های علمیه؟ ناف اسلام، ناف عالم اسلام، ناف عالم تشیع، کجاست حوزه های علمیه؟ غیر اینه دوستان عزیز، شیعیان باید دینشان را از کجا بگیرن؟ از حوزه های علمیه. در حوزه های علمیه کفر علنا تدریس، اون کسانی که کفر را تدریس و ترویج میکنن عملا تعظیم میشوند، و این به صورت شاذ و نادر نیست، به صورت خیلی گسترده و شایع. برو ببین جوادی آمدی، حسنزاده آمدی، امثال اون کسانی که این چنین میان امامت ائمه علیه السلام را منکر میشن، کتاب اونها کتاب سال منتخب میشه. دوستان عزیز، الا اینا من درست کردم، اگر من بافته ام دروغ میگم، خب شما بفرمایید تو اینا رو من دروغ گفتم. اگر راست بینندگان محترم، پس شما به حق دارم، من شیعه، من محب 12 امام علیه السلام، که از اون ته دل چی میذارم؟ فریاد بکشم، ناله بکشم به این ظلم عظیم بر ائمه اطهار علیه السلام، که شما علما، مراجع شما به صدقه سر امام عصر علیه السلام مردم شما را احترام کردن، مال امام را به شما دادن، شما صدقه سر امام زمان علیه السلام. از اون سفره اش 80 سال 90 سال هر کدامیتان خوردید، بچهاتان خوردن، بچه ها را اروپا فرستادید، تحصیل کردن، دکترا گرفتن، همه که نوه ها را اروپا فرستادید تحصیل، هر نوه هاتان هر کدامیشان یک منزل تهران، یک منزل قم، یک منزل کجا، همه کشان تجارت چی دارن ها؟ دامادا همچنین، بچه های دامادا، نوه های دختری، همه کشان صاحب روزگار. شیعیان فقیر بیچاره، طلاب بیچاره، منزل ندارن، زندگی بکن. غیر اینه مردم. بعد اون وقت شما ملاعین، بجای این که بیایید از امامت 12 امام علیه السلام دفاع بکنید، بیایید او رو بله بدتر تبر رو بگیر، بس ریشه امامت بزن. بعد رفقا به من میگه که شما بر علیه مراجع صحبت کردید، طلبا میگن عجب احمقی شما، طلبا عجب احمقی، از شما نادانتر احمقتر من در دنیا سراغ ندارم. طلابی از 15 سال در حوزه ماندن، بله بر علیه مراجع صحبت نفرمایید، 40 سال در حوزه ماندن بر علیه مراجع، خودشان هم میدانن که این مراجع چقدر فاسقن، مراجع چقدر فاسدن، خودشان میدانن. میگه بر علیه مراجع شما صحبت کرد، خاک بر سر مراجع.
از مرجع مراجع میداری چی؟ مرجع مرجع یک روحانی پاکستانی بود رفیق، خیلی آدم بامزه‌ای بود. این در زبان اردو مرجع یعنی مرجع، مرجع یعنی بمیر. او خودش میگه مرجع یعنی مرجع، مرجع یعنی بمیر، خاک بر سر مرجع. مرجع مرجع یعنی مرجع. حالا ما به طور کلی نمیگیم دوستان مرجع، اگر خوب باشه ما احترام داریم، دوست پایشم میبوسیم، دستشم میبوسیم، احترام میکنیم، اما اون خیلی کمه، خیلی نادره، بله اون یک چیز خیلی کمه. حالا بریم حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله. رسول خدا صلی الله علیه و آله در قدیم خدیر خم، این حدیث من میخوانم به خاطر اینکه این محسنی ملعون خودش میگه که علمای عمریه در فضائل اهل بیت علیهم السلام دروغ نمیگه. ای ملعون کثیف فاجر، ای فاسق فاجر، که تو خنجرهای بر زدی بر مذهب شیعه، بر عقاید شیعه که کم نظیر داره، تو ملعون کافر. و علت این که این خنجرها دردش احساس میشه به خاطر این بیرندگان محترم، این خنجرها خیلی بی تأثیر بود، خیلی ناکار بود. اگر علمای ما کلام اهل بیت علیهم السلام را ترک نمی کردن، پشت به کلام اهل بیت علیهم السلام نمی کردن، اون طوری که کفایت الاصول تدریس می شود کتاب شریف کافی، همون طوری که رسائل بی فایده تدریس می شود کتاب شریف روزه کافی، اصول کافی، فروع کافی، اینا من لا یحذره الفقیه، اینها کتاب بصائر الدرجات، اینها اگر کتابای درسی ما می بود، اینها مطالب دقیق گفته می شود، مورد بحث قرار می گرفت. این دیگر امور بدیهیه اینچنین نبود که طلاب درون بمانن، علما درون بمانن، امور بدیهیه را نفهمن، بیان منکر بشن. متوجه هستید؟ علتش اینه، علتش اینه که حوزه های علمیه مرکز همچنین بدعاتی شده، مرکز همچنین کفریاتی شده، مرکز سلفیگری شده، مرکز وهابیگری شده، مرکز انکار فضائل ائمه علیهم السلام شده. یک مفعول ملعون کافر به نام مکارم شیرازی هر سال میاد قبل از محرم میگوید که در عزاداری امام حسین علیه السلام خرافات نباشه. ملعون کافر، نجس بی شرف، تو کجاش خرافات میدنی؟ کجای عزاداری خرافات هست اصلا؟ سینه زنیش کجایش؟ منظورش چیه؟ خب منظور شاید علم امام حسین علیه السلام باشه، علم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام باشه، کجایش خرافات دیگه؟ شما شیعیان دیدید دیگه، خاک به سر زدن در عزای، در کشته شدن عزیز زهرای اطهر سلام الله علیها، برادر حضرت زینب سلام الله علیها، تشنه لب شکار شد. تو اونا خرافات نامیدی که ما بیان به سر و سینه بزنیم، به سر خود خاک بپاشیم، ملعون کافر. تازه مرجع تقلیدم هستی، تو ملعون، خدا تر لعنت کند. خب دوستان عزیز بیننده، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اون روز بسیار گرم آمدن خطبه ایراد کردن، فرمودن خداوند متعال بر من این آیه را نازل کرده، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. و قد امرنی جبرئیل عن ربی، بله خداوند متعال به من امر کرده از جانب جبرئیل از خدای من، ان اقوم فی هذا المشهد، که من در این جایگاه، در این شهادتگاه بیستم. و اعلم كل ابيض واسود و هر سیاه و سفید را، همه خلایق را، همه گیر بفهمانم، با خبر بسازم، ان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه والسلام، که شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جان من فدای نام امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام، بر منکر فضائل امیر المؤمنین علیه السلام لعنت، بر منکر عصمت امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش سلام الله علیهم اجمعین لعنت، بر کسی که میاد امامت امیر المؤمنین علیه السلام را منکر میشود و محدود میکند در احکام شرعیه، بر اول لعنت تمام ملائکه زمین و آسمان و تمام مؤمنین اهل دنیا، لعنت خدا بر شما علما باد که این چنین آمدید، از سفره امام زمان علیه السلام خوردید و این چنین نمک حرامی کردید. من آمدم اینجا بیستم و همگی بگویم که برادر من شاه مردان، شاه زمین و آسمان، امیر المؤمنین علیه السلام، اخی برادر من هستن و وصی من هستن و خلیفه و جانشین من هستن. ملعون کافر نجس، این خلافت و این جانشینی محدود در احکام شرعیه، حرام زاده. در بقیه امور اگر او اخبار بفرماید او قابل قبول نیست. انت منی بمزلت هارون من موسی، هارون از موسی، خلافت هارون از موسی فقط در احکام شرعیه بود، در ورای آن، در ورای احکام شرعیه،
بله، غیر از احکام شرعی چیز دیگر اگر هارون میگفت او واجب الطاعه نبود، حرام زاده، نجس کافر، آمدی در برابر مسلمات میستی تو. عجب، من از محسنی یک خنزیر یک نجس حرفی ندارم، از علما از آخوندا لامذهبا از این بی شرم ها بی حیا ها از سکوت اینها کجا، چرا شما اینقدر نامردید؟ چرا یک کم غیرت در دین ندارید؟ مگر محبت امیر المؤمنین علیه السلام چه ضرری به شما رسنده؟ اگر شما یک سگ وفادار امیر المؤمنین بندازه یک سگ وفادار باشید، کاش یک صدم یک سگ وفادار باشید. سگ اگر از یک خانه لقمه بخورد، پس کسی بیاد به اون خانه انگشت دشمنی دراز بکند بر او او میکند اون سگ. شما علما چرا یک عمر هم خودتان نسل اندر نسل خوردی از اهل بیت از امیر المؤمنین علیه السلام، حالا این امیر المؤمنین علیه السلام این چنین مورد هجوم قرار گرفته، بنداده یک سنگ شما غیرت ندارید که بیایید یک کمی نمک حلالی تا ثابت بکنید، یک کمی او بکنید، از مولای عالمی دفاع بکنید، خاک بر سر. نه تنها که دفاع نمیکنید، با همون کسانی که دشمنی کردن با اونا شما دست دوستی دراز میکنید. شما لامذهبا، اخی و وصی و خلیفتی و الامام بعدی، ما آمدم که بگویم که ایشان برادر من هستن، وصی من هستن، خلیفه هستن و امام بعد از من هستن. و هیچ گونه در هیچ جا بینندگان عزیز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قید نزده که شما اهل بیت علیه و سلم را فقط قبول کنید در چی؟ در احکام شرعیه. این کافر فاجر فاسق، این ملعون بی شرف، آمده یک چیزی از پیش خود درست کرده، حتی در مخیله ابن تیمیه، در مخیله محمود آلوسی، در مخیله اون حرامزاده های وهابی خطور نکرده که بیان چنین امامت اهل بیت علیه السلام را منکر بشن، که این حرامزاده آمده منکر شده. حالا خیلی از شیعیان هستن، از همشهری های ما دیوانه هستن، بیچاره هستن، اینقدر حسن ظن دارن و علما، حالا به من اعتراض بشاید بکنن که شما چرا برای آقای محسنی صحبت کردی؟ محسنی هم نزد اونها یک خمینی، یک آدم مقدس، این بیچاره ها، این مساکین، من با شما چی بگویم؟ و محسنی میاد امامت 12 امام علیه السلام را منکر می شود، شما میاد از او دفاع میکنید. گوش کنید مردم، طلبه ها گوش بکنید، طلبه های کابل، کندهار، بقیه بلا، من اتا ضابد اتن فعظمه فقد سعا فی هدم دین الله. هر کسی بیاید که یک انسان بدعت گذار را تعظیم بکند، شما همه گیتان صف میبندید برای تعظیم بدعت گذاران، سیستانی، خمینی، خامنه ای، جواد شهرستانی، نمیدونم این هر پدر سوخته ای که پول داشت، شما میاید اون را تعظیم میکنید. یادتان باشد بهترین مولا امیر المؤمنین علیه السلام ابو ذر غفاری، ابو ذر در این دنیا بیچاره خیلی مورد غضب قرار گرفت، در شام رفت معاویه باش چیکار کرد، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فضائل امیر المؤمنین علیه السلام را میگفت، طبائع خلفا را میگفت. بینندگان محترم، در این دنیا بله، بعدش هم ابو ذر غفاری در زمان خلافت عثمان مورد ظلم قرار گرفت، با تنهایی، غربت، از دنیا رفت، با چه حالت زاری از دنیا رفت بیچاره در اون سن بالا. اما ابو ذر خب تا قیام قیامت همگی باید بر او سلام و صلوات میگوید، روز قیامت در کنار کیست؟ در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله، در ایام رجعت در کنار امیر المؤمنین علیه السلام، در کنار امام زمان علیه السلام. این ملعون آمده دوستان عزیز در کتاب دوم در باب رجعت، اونجا همین ملعون حرامزاده محسنی میگوید که اشقیا در رجعت، چون اونجا در مثلا عبدالرحمن بن ملجم، عمر بن خطاب، اینها چون در، حالا عمر را نمیگوید عبدالرحمن بن ملجم و یزید اینها را اسم میگوید، چون اینها رفته اند عذاب را دیده اند یک بار، اینها احتمال خیلی زیاد توبه کنند و صالحین بشن. و اما صالحین، کسانی که اول صالح بودن مانند سلمان ابو ذر، اینا امکان دارد که اینا شقی بشن. عجب آدم ملعون این کافر محسنی. علا کل حال بینندگان محترم، شما آدم نباید اصحاب بدعت را تعظیم بکند، و این که این همچین بدعت گذاران نزد مردم نفوذ دارن، سیستانی، خامنه ای، خمینی، بله، مکارم شیرازی،
محسنین به خاطر شما طلبه ها هست، به خاطر شما خطبا هست، به خاطر شما منبری ها هست که شما اولا از اینها به خوبی یاد میکنید در منبرهایتان. و در سوالاتی که مردم از شما میکنن، یک جایی میگن محمد شیرازی کی بود، سید صادق شیرازی چطوره، اونجا از ترس روزگارم تعریف میکنید، درسته؟ در منبرهای خود دعا میکنید، تعریف میکنید. این سبب میشود که این بتها، بت بودن اینها گنده تر بشود، چرپتر بشود. و کسی بله وش بله بعد در نفوس مردم اینها چی پیدا بکنن؟ قداست پیدا بکنن. و اون وقتی که از کتاب اینا کفر روانشان میدیم که بیا اینجا خمینی در این کتاب خود چی گفته، مثلا در تعلیقات خود چی گفته، خیلی از شیعیان چی بشن، اونا مثلا دوچار کذبذب بشن، نمیدانن ما را تصدیق کنن یا شما را که روحانی محل هستی که از خمینی هر شب جمعه تعریف میکنی شما را تصدیق بکنن. لذا شما در اذلال مردم، در گمراهی مردم، به خاطر تعظیم شما برای بدعت گذاران، این یک سنگ خیلی بزرگیه، این یک سد سبیله خیلی مهمه که شما مردم را باز می‌دارید از راه هدایت. از راه شما باید یک کمی در راه دفاع از امیرالمؤمنین علیه السلام یک کمی غیرت باید داشته باشید. از بدعت گذاران نباید تعظیم بکنید. روز قیامت حقه، امیرالمؤمنین علیه السلام شاهده، امام زمان علیه السلام شاهد هستند. طلبگی زندگیش خیلی مشقاتی دارد. بله، یکی تنگدستی مالی هست، خصوصا این که تمام منابع مالی دست مراجع و ایناست و حسینی ها و مساجد هم دست اینها هست. بله، اما خب صاحب الزمان علیه السلام همین دنیا اصلا به خاطر همین احترامه، عفوا به خاطر همین امتحانه. صاحب الزمان علیه السلام شاهد هستن، امیر المؤمنین علیه السلام شاهد هستن، و اونها نعم المولا و نعم النصیر و نعم الائمه، بهترین امامان هستن. شما به خاطر اونها اگر قدمی بردارید، بعضی جاها مثلا به طوری جواب بدهید، مثلا صریحا اگر نمیتونی انتقاد بکنی، بله شما میتونید در مجالس خصوصی، در جای دیگر، یا مثلا در مجالس عمومی هم طوری صحبت بکنید که اهل فهم کلام شما را متوجه بشوند. لذا بینندگان محترم، خصوصا طلبه ها، منبری ها، روحانیون، اگر شما به دین خدا ایمان دارید، آخر خیلی از این منبری ها هستن که اصلا در من در کافر بودن این اصلا شکی ندارم، خیلی از این منبری ها هستن که خوب سخنرانی هم میکنن، اما در فاسق بودن اینها، فاجر بودن اینها، فاسد العقیده بودن اینها اصلا شکی نیست. حالا اونایی که یک کمی از دین خدا میترسن به اونها میگویم که شما یک کمی بله مواظب باشید که شما سبب گمراهی مردم نشوید، که شما اگر کسی را گمراه بکنید، اون وقت اون بله مصیبت اون گمراهی و گناه و وزر اون گمراهی شما را در دنیا و آخرت رها نمیکنند. و امام بعد از من هستن، فسألت جبرئیل علیه السلام ای استغفر لی فعلمو معاشر الناس، ای مردم، ای گروه های مردم، بدانید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حالا من بعضی فقرات این را برای شما میخوانم، این امر را، ذالک، این که خدا او را امام قرار داده، فان الله قد نصبه لكم وليا و اماما، خداوند متعال امیر المؤمنین علیه السلام را سرپرست شما، اولای به شما از نفس شما، ولی اولای به نفس از نفس، و امام شما قرار داده، و فرض طاعته على كل احد، و طاعت او را بر هر کسی واجب گردانیده. اینطوری نیست که او امام فقط در مسائل استنجا و غسل و تیمم و بله طهارت باشد، توجه هستید، در احکام شرعیه باشد، امام خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم مطلق در تمام اموری که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد می‌فرمود، در تمام اون امور ایشان امام هستند و هادی هستند. این مسئله از بدیهیات بینندگان محترم، کسی که بیاید این مسئله را منکر بشود، دیگه او حرامزاده هست، حرامزاده، خنزیره. و فرض طاعته على كل احد، خداوند متعال طاعت امیر المؤمنین علیه السلام را بر تک تک خلائق واجب گردانید، بر هر کسی واجب گردانید، طاعت در هر امری باشد، امور شرعی باشد یا غیر شرعی باشد. ماذن حکمه، امیر المؤمنین علیه السلام حکم او واجب الاجرا، واجب التصدیق، حکم اگر فرمودن بله هر امری به شما بگوید که سر پسرت را بیار، حالا اگر نمی فرماید امیر المؤمنین علیه السلام این را، امیر المؤمنین علیه السلام اینقدر مهربانند، اینقدر بحر کرمند، اینقدر بحر رعفت و رحمتند،
امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام اینقدر عظیم الشأن هستند که ایشان بله علی ای همای رحمت تو چی آیتی خدا را که به ما سوا فکندی تمسایه همای امیر المؤمنین علیه السلام به ما سوا همگی رحمت سایه رحمت الهی است وجه الله است. امام زمان علیه السلام همچنین است، مانند جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، رحمتا للعالم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالم، رحمتا للعالمین هستند. حالا من از باب مثال میگویم که اگر گفتن شما سر پسرتان را بیارید، این امر را نمیفرمایند، ایشان در غایت کرم و جود و مهربانی هستند. حالا اگر همچنین چیز اتفاق افتاد، دیگر این دلالت میکنه که پسر حضرت علی بله رفته مقلد آقای محسنی شده. در این صورت واجب الطاعه هست، یعنی هر امری که فرمودند حالا شما نفستان را باید آماده بکنید، نفستان این چنین باشه در وفاداری در طاعت، این چنین آدم باید تعهد داشته باشه نسبت به امام عصر علیه السلام، نسبت به امام رضا علیه السلام، نسبت به امام صادق امین علیه السلام، نسبت به امام باب الحوائج امام کاظم علیه السلام ارواحنا لهم الفدا، نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام، نسبت به زهرای بتول اطهر سلام الله علیها، نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله، که هر امری که بفرماید بله بله هر امری که بفرماید باید آدم اون امر برای آدم هیچ گونه گرانی و سنگینی نداشته باشه، اون آدم به جا بیاره. ماذ حکمه جائز قوله، قول امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام واجب القبول، واجب القبول اطلاق مطلق قولش چی نیست که در احکام اگر گفتن در مسائل طلاق و نکاح و اینها، یعنی یک مفتی شما میدانید سابق خلفا مفتی داشتن، الان هم بعضی کشورها مفتی دارن، مفتی رسمی، مثلا کشور مصر دار الافتا داره، اونجا باز رئیس افتا داره، عربستان سعودی دار الافتا داره، او رئیس دار الافتا کارش چیه؟ مسائل حلال و حرام را بیان میکنه. در عربستان سعودی مفتی کبیر داره، مثلا کشور مصر مفتی داره، کشور سوریه مفتی داره، کشور ترکیه مثلا مفتی داره، این دولت ها برای خودشان یک مفتی دارن، او مفتی کارش چیه؟ او حلال و حرام را بیان میکنه. دولت در مسائل مختلف دولت بهش میگه که این مسئله حکم شرعیش چیه در طلاق نکاح اینا، اون میگه که این حلال این حرام. این طوری نیست که امامت امیر المؤمنین علیه السلام این چنین باشد، امامت امام صادق علیه السلام این چنین فقط در احکام شرعیه باشد که این ولد الزنا آمده کتاب نوشته در این مسئله این چنین اظهار نظر کرد، مطلق اونها امام هستند مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، انت منی به منزلت هارون و موسی، اما طوری که هارون از موسی علی نبینا و آله و علیهم الصلاة والسلام، هارون از موسی اینطوری نبود که امامت هارون مقید باشه در احکام شرعیه فقط یک مفتی درباری باشه مثلا حلال و حرام. هارون علیه السلام چی در مسائل شرعی احکام شرعیه طلاق تیمم اینا صحبت میکرد و چه در احکام آخرت میگفت که مثلا قیامت این چنینه، برزخ این چنینه، چه در احکام عقاید نبوت توحید هر چی که میگفت واجب القبول بود، درسته یا نه؟ چه در احکام امور دنیاویه که شما برو اونجا مثلا کشاورزی بکن، شما برو اونجا باغبانی بکن، شما این باغ را بفروش به فلان کس، هر چی که بگوید امور دنیاویه بگوید، امور اخرویه بگوید، امور عقایدیه بگوید و چه احکام فرعیه بگوید، در همش واجب الطاعه است. متوجه هستید؟ انت منی به منزلت هارون موسی، این ولد الزنا بله میاد ادعا میکند محسنی ملعون، یک دلیل هم ذکر نمیکنه که آخر دلیل حرف شما که آمدی امامت را منکر شدی، امامت را آمدی محدود کردی، ملعون کافر نجس، خب بیا بیان بکن دلیلت کو، یک دلیل هم ذکر نمیکنه. ملعون من خالفه، هر کسی که مخالفت با امیر المؤمنین علیه السلام بکنه، در هر امری مخالفت بکنه اون ملعونه، اینطوری نیست فقط در احکام شرعیه در مسائل مثلا شکیات نماز اگر مخالفت کرد ملعونه، اما مسائل دیگر اشکال نداره. امیر المؤمنین علیه السلام بگه من معصومم، شما مخالفت بکن اشکال نداره، بگه که سیره وقلا خلاف اینه، ما حرف شما رو قبول نمیکنیم. حرف خب این هر کسی که مخالفت با امیر المؤمنین علیه السلام بکنه اون ملعونه در هر امری که باشد. و بینندگان ما در بین تاریخ علمای شیعه هیچ کسی پیدا نشده این چنین مانند محسنی این چنین کفرآمیز صحبت بکنه که بگوید که امیر المؤمنین علیه السلام قو، اگر هم بگوید که من معصوم هستم ائمه علیهم السلام معصوم، این اسمت را ثابت نمیکنه، چون امامت اونها منحصره در چیز در احکام شرعیه، اون احکام شرعیه را هم که بله مبتلای به جهل و سهو و نسیان هستن، اونم که درست بلد نیستن،
این چنین کلام کفرآمیز. بله، این فقط و فقط ثمره این حوزات علمیه معاصر ما هست، مرجعیت معاصره ما. ماشاءالله، عجب مرجعیت، عجب مرجعیتی، عجب مرجعیتی. بله، بیایید بر علی خامنه ای که کسی مرده ها بگو که خامنه ای امکان دارد در رهبری خودش دوچار سهو بشه. خب اینا که میگن میدونن ایشان دوچار سهو میشه، درسته؟ کسی جرأت ندارد بگوید، چون اگر بگوید بله پدرش در میاره. اما بر علیه ائمه طاهرین علیهم السلام میان کتاب میدویسن، بله هیچ اشکالی ندارد، بله هیچ اشکالی ندارد. مرحوم من صدق اسم او و عطی او، بله بشنوید و طاعت کنید. فإن الله مولاکم و علی علیه السلام امامکم، بله بشنوید، خداوند متعال اولای به شما هست از نفوس شما و امیر المؤمنین علیه السلام امام شماست. ثم الامامت فی ولدی من صلبه الى القیامه، بعد امامت در صلب امیر المؤمنین علیه السلام تا روز قیامت. دوازده امام علیه السلام، بله اولشان امیر المؤمنین علیه السلام و یازده امام معصوم، هم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله، هم فرزند زهرای بتول اطهر سلام الله علیها، و هم فرزندانه کی؟ فرزندان شاه زمین و آسمان، خلیفه الرحمن امیر المؤمنین علیه السلام. سبحان الله، سبحان الله. لا حلاله الا ما احله الله و رسوله و هم، هیچ حلالی در دنیا وجود ندارد مگر آن حلالی که خدا اون را حلال کرده و حبیبش رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون را حلال کردند، و هم و این امامان طاهرین علیهم السلام اون را حلال بگرداند. دیگر غیر از اون چیزی که اینها حلال بگرداند دیگر حلالی وجود ندارد. بعد این ملعون مفعول قندهاری میاد میگد که بله ائمه اطهار علیهم السلام احکام شرعی را خوب بلد نبودند، مبتلای به جهل بود. مبتلای به جهل بودن یعنی چی؟ خوب بلد نبودند، دیگر جاهل بودند به احکام شرعی، و بعد سهوام که میکرد، اشتباهام که میکرد. بله، خدا تمل اون را لعنت بکنه، کسی را که خدا امام قرار داده، کسی را که خدا طاهر و مطهر قرار داده. لكل قوم هاد انما انت منذر ولكل قوم هاد، کسی را که خداوند متعال هادی قرار داده. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون، کسی که خداوند متعال او را هادی اهل زمین و آسمان قرار داده، تو ملعون کافر بی دلیل. آخر یک جا استدلالم بکن، ملعون کافر فاجر. یک جا خود استدلالم که بکن، یک دلیلم که برای ادعاهایت بیار، ادعاهای کفرآمیزم که میکنی دلیلم که هیچ نمیاری، ملعون. ریشتم که تصار نافت رسیده، کافر. بیایی بعد میگه که ائمه اطهار علیه السلام فاضل، بله اون فاضل معاصر ما همه این چیزین فرموده که احتمال زیاد اون سیستانیه، گفته که بله ائمه اطهار علیه السلام در احکام مبتلای به جهل بودن. الله اکبر، مبتلای به سهو می شدن. بله عصمت کجا؟ بله عصمت اصلا در کار نیست، حجی فقط اقوال اونها مانند اقوال مولوی ها، مسئله گویا مفتی ها، در فقط در احکام شرعی حجت. لعنت خدا بر شما. ولا حرام الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه واله وهم، و هیچ حرامی وجود ندارد مگر آن چیزی را که خداوند متعال و حبیبش صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین علیهم الصلاة والسلام، ائمه طاهرین علیهم الصلاة والسلام اینها حرام بسازند. فما من علم الا وقد احصاه الله فی و نقلته الیه، هیچ علمی وجود ندارد. این ملعون میگه ائمه طاهر علیهم السلام حتی در احکام شرعی جاهل بودند. ای خدا تو را لعنت کنه، لعنت به اون ریش تو ملعون. ببین رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی فرمود، هیچ علمی وجود ندارد در دنیا مگر اینکه خدا اون را در من به من عطا فرموده و نقلت الیه، و من مگر اینکه من اون را به امیر المؤمنین علیه السلام منقول گردانیدم. هر دانشی که هست خدا به من عطا کرده و من اون را به امیر المؤمنین علیه السلام داده. حالا این ملعون آمده ولی میگه امیر المؤمنین علیه السلام احکام خوب بلد نبوده. فلا تذلوا عنه، پس گمراه نشوید از امیر المؤمنین علیه السلام. ولا تستنكفوا منه، و از امیر المؤمنین علیه السلام دست بر ندارید مردم، دست بر ندارید از شاه مردم، دست بر ندارید از مولا و آقا و ارباب و سید و سردار، از صاحب اختیار، از آقای ما، مالک ما، سرور ما، ما غلام زرخرید او هستیم. دست بر ندارید از امیر المؤمنین علیه السلام. فهو الذي يهدي الى الحق ويعمل به،
امیر المؤمنین علیه السلام ذات مقدسی هستند که هدایت میکند به سوی حق. هدایت هر کلامی که به هدایت به سوی حق دید طوری نیست فقط احکام شرعیه باشد، مسائل استنجا، شکیات نماز. یهدی الی الحق، ایشان هستند که هدایت به حق میکنند و عمل به حق میکنند. لیتوب الله على احد انکره، هر کسی که بیاید این کلام را منکر بشود خداوند متعال هیچ وقت او را نمیبخشد، خداوند متعال هیچ وقت او را نمیبخشد. ولن یغفر له حتما، على الله هی ان یفعل ذلك، و خداوند متعال هیچ وقت همچین کسی را مغفرت نمیکند. کسی بیاد منکر فضائل امیر المؤمنین علیه السلام بشود، منکر فضائل ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام، اولشان امیر المؤمنین علیه السلام، دومشان امام حسن مجتبی علیه السلام، سومشان امام حسین کریم کربلا، سلطان جود و کرم و سخا و عطا و بخشش سلام الله علیه، و آخرینشان مهدی دوران خلیفة الرحمن شریک القرآن، فرزند امام حسن عسکری علیه السلام، چراغ خانه امام هادی علیه السلام، عزیز دل حضرت زهرای بتول اطهر سلام الله علیها، نور دو چشمان حضرت بیبی دو عالم حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، حضرت امام عصر علیه السلام، و ان یعذبه عذابا نکرا ابد العابدین، هر کسی که بیاید فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، عصمت ایشان، امامت ایشان را منکر بشود، خداوند متعال او را تا ابد العابدین بدترین عذاب بفرماید، بدترین عذاب بفرماید. فهو افضل الناس بعدی ما نظر للرزق و بقی الخلق، امیر المؤمنین علیه السلام افضل تمام خلائق بعد از من هستن، افضل از عیسی، از موسی، از ابراهیم علیه السلام، افضل از نوح علیه السلام، افضل از پیغمبران اولو العزم، افضل از 124 هزار پیغمبر، افضل از تمام اوصیای انبیاء علیهم السلام. ما نزل الرزق و بقی الخلق، تا زمانی که خداوند متعال رزق را عطا میکند به مردم، یعنی قیامت نیامده، و بقی الخلق و خلق مانده. ملعون من خالفه، هر کسی که با امیر المؤمنین علیه السلام مخالفت کند او ملعونه، خدا او را لعنت کرده. قولی عن جبرائیل و قول جبرائیل عن الله تعالی، این کلامی که من میگم از پیش خودم نمیگویم، جبرائیل به من آورده و جبرائیل از خدا آورده، این فرمان پروردگار عالمه. فلتنظر نفس ما قدمت لغد، ای مردم ای شیعیان، خوب بود این، بله خوب گوش بکنید، این دین اینه، شما به دین عقیده دارید، دین اینه، روز قیامت حقه، مردن حقه، شما که مردید اونجا، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، شما برای روز قیامت تا چه سرمایه دارید؟ ایمان دارید ندارید؟ اگر ایمان دارید که بهترین سرمایه. ایمان چیست؟ اقرار به ائمه 12 علیه السلام، غلامی در ائمه 12 علیه السلام، تسلیم تمام فضائل اونها بودن و عدم بودن ما دشمنان اهل بیت علیهم السلام، این ایمان، این ایمان. خب این اگر حرفای امثال محسنی و حرامزاده های امثال ایشان، آخو خیلی از آخونده هستین مثل محسنی هستن، حرفای اونا رو اگر قبول بکنید، خب اینا اولین کاری که میکنن این سرمایه را از شما میگیرند، اینا این حرامزاده ها که میاین اول کاری که میکنن این سرمایه ایمان را از شما میگیرن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خب اینجا روایات زیاده دوستان عزیز، معاشر الناس هذا اخی و وصی و واعی علمی و خلیفتی علی من آمن بی و علی تفسیر کتاب ربی، مردم خوب گوش کنید. بله خب الان بقیش مراتن بخونم. افهموا محکم القرآن ولا تتبعوا متشابه، آیات قرآن کریم که دلالتش صریحه اونا را خوب بفهمید. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واعطيوا الله واعطيوا الرسول واولي الامر منكم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون
آیات قرآن کریم که صریح الدلاله هست اونها را بله خوب یاد بگیرید، خوب بفهمید. ولا تتبعوا متشابه، آیات قرآن کریم که آیات متشابه هست معنایش خیلی واضح نیست، اونها را از پیش خود پیروی نکنید. شما که نمیدانید یک این آیه قرآن کریم میتونه 20 معنا داشته باشه، شما یک معناشو بی خود انتخاب میکنید. بله ولن يفسر ذلك لكم الا من انا اخذ بيده وشائل بحضده. و این آیات قرآن کریم آیات متشابه را برای شما کسی تفسیر نمی کند مگر آن ذات مقدس و مبارکی که من دست ایشان را گرفته ام، دست مبارک خیبرگشا ایشان را گرفته ام و بلند کرده ام بازوی مبارک ایشان را. و معلمکم ان من کنت مولاه فهذا علی المولا، آن ذات مقدسی که من به شما دارم یاد می دهم و معلمکم من دارم به شما اعلام می کنم که هر کسی که من آقا سید مولا صاحب اختیار اولا بهی من نفسی هستم، ایشان اولا بهی من نفسی هست. و موالاته من الله عز و جل انزلها علیه، آقایی و سروری و صاحب اختیار بودن امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام از جانب خدا هست که ایشان خداوند متعال بر من نازل فرموده. الا و قد ادیت، مردم آگاه باشید که من رساندم، فهماندم. الا وقد بلغت، مردم آگاه باشید من تبلیغ کردم، من شنواندم. الا وقد اسمعت، مردم آگاه باشید من شنواندم. الا وقد اکملت، مردم آگاه باشید من خوب بیان کردم، کامل بیان کردم. الا وقد اوضحت، مردم آگاه باشید من خوب واضح ساختم. لا تحل امره المؤمنین بعد لاحد غیره، بله هیچ برای هیچ کسی جایز نیست که امارت مؤمن باشد، امارت مؤمنین، آقای مؤمنین از او باشد مگر ایشان یعنی امیر المؤمنین علیه السلام. دوستان عزیز بیننده، خب اینجا در این حدیث شریف بله امامت اهل بیت علیهم السلام به صورت مطلق و وجوب قول اونها به صورت مطلق بیان شده. اینم از حدیث مخالفینه. حالا حدیث مخالفین، حدیث شریف منزلت، حدیث شریف سقرین، حدیث شریف سفینه و امثال اونها خیلی زیاده که وجوب اتباع اهل بیت علیهم السلام را به قول به طور مطلق ثابت میکنه. طوری نیست که اتباع اونها فقط در امر احکام شرعیه لازم باشد. خب این را ما برای شما واضح کردیم، بقیه کلام انشاءالله در جلسه بعد فردا خدمت شما به عرض خواهد رسید. امیدوارم که این عرایض بنده خدمت شما بینندگان محترم بله مورد توجه و التفات قرار گرفته باشد. حالا ما تلفن ها را باز میکنیم و از جماعت مخالف خود بالخصوص دعوت میکنیم که اگر در رد پیشوای خودشان آقای خمینی، خامنه‌ای یا محسنی امثال اونها حرفی دارن، اونها بله حرفاشان را بیان بکنن. من خدمت بینندگان عزیز هستم و ضمناً شبکه هم انشاءالله اگر کمک کنید فنعم ما هیه، کمک کردن به شبکه انشاءالله. مشکلات مالی ما زیاد هست و ما از لحاظ مالی دست ما خیلی تنگ می باشد، لذا شما بینندگان محترم به شبکه کمک هم بکنید.